سلام، وقتتون بخیر. عرض احترام خدمت دوستان عزیز. روز یک شنبه 17 بهمن 1400 در خدمت شما عزیزان هستیم. یک لحظه اگر اجازه بدین که من چت رو هم ببینم پیامای شما. آها، صدا قطع نیستش که؟ آها، صدا الان وصله. سلام سلام سلام، وقت همگی بخیر. یه چند دقیقه درود بر شما. یه چند دقیقه انشالله چت بازه. صدا اوکی عزیزم، هم صدای HD بازه و هم صدای MD، هر دو بازه. وقت همگی بخیر باشه. بچه ها امروز یه دو ساعتی میخوام وقتتون رو بگیرم، دستگاه های جانوری 10 و 11 رو. درود بر شما، خیلی خوشحالم که امروز تشریف دارید از این کلاس رایگانی که زحمت کشیدن مجموعه آنلاین آکادمی براتون در نظر گرفتن برای آمادگی هرچه بیشتر شما برای کنکور 1401 استفاده بکن. من چند تا نکته رو میگم. حالا ممنونم از در واقع پیام های شما. تصویر و صدا همه چی اوکی هست. یوسف جان سلام عرض کردم، وقتتون بخیر باشه. روز شما هم بخیر مینا جان، خیلی خوش آمدید. آفلاین هم قرار میگیره، ولیکن من سلام یاسمن جان، اون طرف هم سلام به همگی. ببخشید من چون عینکم رو نزدم نمیبینم خوب. جزوه روی پنل قرار میگیره، کلاس آفلاینتون هم همینطور. میتونید بعد از کلاس ببینید، ولی خیلی وقتتون گرفته نمیشه امروز و فکر نمیکنم حالا این دو ساعت خیلی اذیت کننده باشه که شما بخواید بعدن آفلاین رو ببینید. به طور کلی بنده اعتقادی به کلاس آفلاین ندارم. عرض کنم که آیدا جان اگر به توضیحات بنده گوش بکنید ممنونتون میشم. خدمتون عرض بکنم که بچه ها همونطور که خب انشالله سعی میکنم عطای عزیز کل جانوری رو سعی میکنم بگم تا ساعت 7:30 شب هستش و سعی میکنیم که حالا در واقع کل جانوری 10 و 11 رو توضیح بدم خدمتون. اولا اینکه سازمان سنجش اعلام کرد حذفیات رو. این حذفیات بچه ها مربوط میشه به زیست 11. دلیل هم داره. خب خیلی ها ناراحت بودن، خیلی از همکارای من به عبارتی دلخور بودن از سازمان سنجش که چرا این مباحث رو در واقع اومدید حذف کردید. علتش حتما آقای رشیدی، حتما آقای ادمین یه زحمت بکشین چت رو ببندین، ممنونتون میشم. آره هر دوتا چت رو ببندید، خیلی لطف میکنی. خب خیلی از همکاران دوستان ناراحت شدن که چه سازمان سنجش اینجوری حذف کرده، علتش چیه؟ علتش بچه ها مشخص هست، به خاطر اینکه این مباحثی که توی زیست 11 در واقع سال گذشته آموزش پرورش به خاطر کرونا، بیماری کرونا عرض کنم که حذف کرده بود، با هماهنگی و تعامل سازمان سنجش و آموزش پرورش حذف شد. خب دیدید یه سری مباحث محدود هم هست تو زیست 11، فیزیک 11 و کلن دروسی که مرتبط با کتاب 11 بوده. قطعا در کنکور 1402 این مباحث به زیست 10 سال 99 خواهد رسید، به خاطر اینکه زیست 10 99 در کنکور 1402 مورد سوال قرار می‌گیره. این یه نکته که گفتم عرض بکنم خدمتون. نکته دوم، همونطور که میدونید طرح تا 50 به این شکل هستش که عرض کنم که 4 هفته من در خدمتون هستم. 4 مبحث مهم را انتخاب کردم، زیست جانوری، گیاهی 10 و 11 و همچنین فصل 56 و 12. سعی میکنم بیشتر نکته بگم بهتون، براتون دوره بشه بیشتر نکته. تست ها رو میذارم بر عهده خودتون، بر دوش خودتون باشه که تست ها رو تا اونجایی که میشه شما بزن. حالا اگه فرصتم شد یه رفع اشکالی میکنیم.
و نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که زیست جانوری ما که الان پخش شده توی دهم و یازدهم و البته رفتارهای جانوری که در زیست دوازدهم آخرین فصل هستش، عرض کنم که حدود 3-5 تست در کنکور سراسری خواهد داشت. یعنی تقریبا حالا حدود 10% تست های کنکور شما مربوط میشه به چی؟ به زیست جانوری. خب مباحث ساده‌ای هست ولیکن ترکیبیه. سعی میکنم انشالله امروز بررسی بکنم براتون. بچه هایی که فارغ التحصیل هستن به این نکته توجه داشته باشن که فارغ التحصیل، اونایی که پشت کنکوری هستن، همونطور که خودتون مستحضر هستید، زیست دهم چاپ 98 نسبت به سال 97 حسبیات زیادی داشته. تو مباحث جانوری این حسبیات دیگه بیشتر هم هست که حالا انشاءالله امروز به اونها بچه ها خواهیم پرداخت. جزوه ای که براتون روی پنل قرار گرفته، بذارید من بیام جلو برم صفحه بعد، با این مقدمه شروع میشه. خب ببین، من نمیدونم تو کی هستی، چی هستی و چقدر معلومات داری، اصلا چقدر برای تو کنکور مهم بوده تا الان، آیا نگران هستی برای آینده یا نه، برای آیندهی که میگم یعنی تا عرض کنم که تیر ماه 1401. ولی میتونم بهت قول بدم، شاید باورتون نشه، توی یک هفته اخیر نزدیک به شاید 70-80 تا پیام به من داده بودن که آقا این طرح تا 50 واقعا اینجوریه که من مثلا 50% میزنم یا همچین اتفاقی میفته، همه چیز بر عهده شماست. من اون سوالات رو جواب ندادم، اینجا دارم سر کلاس بهتون میگم. توجه بکنید، من مطمئن هستم. ببینید، با توجه به این که زیست عرض کردم جانوری، زیست گیاهی، خب بعد دیگه بهتون بگم اون مباحث تنفس یاخته‌ای و همچنین فتوسنتز، خب اینها سرجم حساب بکنی به راحتی حدود 40% تستای کنکور رو به خودشون اختصاص میدن و شما کافیه حواس جمع. خب این فصل هم خودشون با خودشون ترکیب میشن دیگه. ببخشید، جانوری که من الان امروز میخوام به درس بدم که نمیان مثلا بهت بگم با مبحث ژنتیک ترکیبش بکنن که تو بترسی. خب جانوری با خودشه. اگر برای تو ارزشی داشته باشد، همین 4 هفته اگر تو سر کلاس حاضر باشی، به راحتی میتونی حدود 40% از تستای کنکور رو یاد بگیری، فرا بگیری، خیالت هم راحت بشه و بعد اگه خواستی اونو ارتقا بدی، حالا مباحث جدید و جدیدتر رو بخون. همه چیز به شما مربوط میشه بچه ها. در مقدمه این مبحث من اومدم و برای شما عزیزان تقسیم بندی جانوران رو گذاشتم. من یه نکته رو تو پرانتز بهتون بگم، به طور کلی جانوران یوکاریوت های پریاخته ای هستن، ولی در منابع زیست شناسی جانوری مثل کتاب جانورشناسی هیکمن، گروهی از آغازیان رو به نام پروتوزوئرها به نام جانوران تکیاخته ای نامگذاری کرده. تاجکداران، مثال هایی هم که آوردم همان مثال های کتاب درسی، از قصد هم اینو براتون آوردم به خاطر اینکه خودتون دیدید توی زیست جانوری هر جا اومده یه چیزی شروع کرده، مثلا یه اسم پارامسی چیزی آورده، آمیبی، حالا میریم جلوتر میبینید. به همین دلیل اینو اینجا آوردم. گویا مؤلف کتاب درسی هم در مبحث جانوری نظری داشته که این تکیاخته‌ای ها رو به عنوان جانور قلمداد بکنه. تاجکداران، هاگداران، آمیبی ها که نحوه حرکتشون رو به گوچه های سفید نسبت میدن بهش میگن حرکت آمیبی شکل. مژکداران که مثالش پارامسی هست. اما جانوران واقعی، بچه ها، جانوران واقعی شامل بیمهرگان و مهرداران هستن. بیمهرگان از اسفنج ها شروع میشن
مرجانیان، کرمهای پهن، کرمهای لوله‌ای، شاخه نرمتنان، کرمهای حلقوی، بندپایان که فراوانترین جانوران هستند، جانوران بیمهره ببخشید، عنکبوتیان، سخت‌پوستان، حشرات، صد پایان و هزار پایان. یادتون باشه صد پا و هزار پا با هم فرق دارن. خب شاخه آخر شاخه خارپوستان هست که مثالش ستاره دریایی. اما مهرداران همونطور که ملاحظه میکنید شامل شش رده است. رده ماهی های قزروفی که مثالش کوسه ماهی و سفره ماهی هست، رده ماهی های استخوانی که مثالش اسپک ماهیه و شما اسپک ماهی رو به عنوان جانوری که میشه گفت نرش باردار میشه میشناسید، در فصل هفته زیسته یازدهم آمد. رده دوزیستان که قورباغه مثالش هست، خزندگان که مار زنگی و لاک پشت و کروکودیل، مار زنگی یادتونه همونی که گیرنده های فروسخ رو داشت در سوراخ‌هایی که در زیر چشمانش بود. رده پرندگان، پرنده هایی که تو کتاب درسی نام گذاری شده، نام برده شده، آوردن براتون. و پستانداران که از پلاتیپوس و کانگرو شروع کردیم تا موش و خرس قهوه‌ای و خفاش و اسب، اینایی که در عرض کنم که مباحث جانوری و حتی رفتارهای جانوری اسمشون اومده. خب بچه ها، من سعی کردم هر مبحث از زیست دهم، از زیست دهم هم شروع کردم، هر مبحث از زیست دهم و یازدهم رو متناسب با مبحث اون فصل براتون بیارم. من قول میدم بهتون اگر به نکته های امروزی که عرض میکنم خوب توجه کنید، برای تفریح نیومده باشید که قطعا نیومدید، خوب گوش کنید و این جزوه رو هم خوب مطالعه بکنید، مطمئن هستم اون 3-5 تستی که در کنکور سراسری از مبحث زیست جانوری میدن به راحتی پاسخ بدید. خواهیم دید. یادتون باشه اولین تست کنکور سراسری تست 156 هست که همواره در این سالها تست جانوری بوده، از مبحث جانوری. بچه ها همونطور که ملاحظه میکنید ابتدا شروع کردم از گوارش. عزیزان این شماره هایی که شما میبینید، این شماره ها به این مفهوم و منظوره که من زیرش توضیح دادم. شماره 1 تنوع گوارش در جانداران. خب خیلی بده، دانش آموز گاهن اتفاق افتاده میاد به من آقا ببخشید جاندار با جانور چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره، خیلی تفاوت داره. توجه کنید جانداران شامل 5 تا فرمان رو هستن: باکتری ها، آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران. همشون هم نیاز به غذا داره. آقا ویروس ها، ویروس ها جز جانداران نیستن، یادتون باشه. خب اما گروهی از جانداران غذا می سازن، ما بهشون میگیم اوتوتروف یا غذا ساز. مثال گیاهان هستن. خب گیاهان معمولا نیازی به گوارش و جذب غذا ندارن. چرا؟ چون توی یاخته هاشون مواد مغذی ذخیره‌ای دارن. گوارش و جذب غذا معمولا نیازی بهش ندارن. البته بعضی هاشون مثل گیاه دیونه که دارید اینجا میبینید، میبینید این گیاهان، گیاهان گوشتخوار هستن. خب اینها علاوه بر غذا سازی غذا هم میخورن، پس گوارش و جذب غذا دارن. پس ما در بین گیاهان هم استثناء داریم جانوری که گوارش و جذب داشته باشه. البته بچه ها در زیست گیاهی که هفته های آتی بهتون درس میدم، اونجا میبینیم که این جانوران به منظور تأمین قند نیست که غذا گوشت میخورن، بلکه چی کار میکنن؟ به خاطر دریافت نیتروژن هست. چون اینها در خاکهایی زندگی میکنن که از نظر نیتروژن فقیره، مجبور هستن که نیتروژن مورد نیازشون رو از پیکر جانوران به دست بیارن. گروه دوم جاندارانی هستن که غذا میخورن. اصطلاحاً به اینا میگن غذاخور یا هتروتروف. مثالش جانوران هست. جانداران غذاخور اینو گوش کن. جانداران غذاخور 4 گروه تقسیم بندی میشن. گروهشون هستن غذای گوارش یافته رو از سطح یاخته یا از سطح پوست بدنشون
دریافت میکنن، جذب میکنن و اینا گوارش ندارن، اصطلاحا میگن انگل هستن. گروه دوم اونایی هستن که گوارش درون یاخته‌ای غذا رو دارن که شامل جانداران تک یاخته‌ای غذاخورن، مثالش پارامسی هست، و پریاخته‌ای غذاخور که مثالش اسفنج. بعضیاشون هستن هم گوارش درون یاخته‌ای دارن هم برون یاخته‌ای. کیا؟ مرجانیان که تو کتاب مثالش رو زده هیدر هستش. خب و گروه آخر اونایی هستن که مثل ما لوله گوارش دارن و گوارش غذا فقط توی لوله گوارش انجام میشه، به اینو گوارش میگن گوارش برون یاخته. یه چیزی گوش کن، یه چیزی گوش کن. بعضی از دانش آموزا میان میگن آقا بله آقا ببخشید ما گوارش درون یاخته ای نداریم. گوارش میگم ببین اگه منظورت گوارش غذاه، ما گوارش درون یاخته ای غذا نداریم. گوارش درون یاخته ای غذا دیدید دیگه مال کیا بود. ما صرفا گوارش برون یاخته ای غذا رو داریم. بچه دقت بکنید، گوارش شیمیایی معنیش چیه؟ یعنی تجزیه مواد عالی به واحدهای سازنده، تقریبا هم در همه موجودات زنده دیده میشه. پس همه موجودات زنده عالم گوارش شیمیایی دارن. حالا گوارش شیمیایی دو مدله. برای مولکول‌های درشت ذخیره‌ای، اجزای یاخته‌ای پیر و فرسوده، ذراتی که وارد یاخته شدن و کلن هر آت و آشغالی که اومده توی سلول، گوارش درون یاخته‌ای توسط اندامکی به نام کافنده تن، اسمای شاهنامه‌ای به نظر، یعنی همان لیزوزوم و همچنین واکوئول صورت میگیره. البته این گوارش هم تو جانداران تولید کننده دیده میشه هم مصرف کننده. یه گوارش هم داریم بچه ها برای غذا. گوارش شیمیایی برای غذا به صورت درون یاخته‌ای، برون یاخته‌ای و یا هر دو، یعنی درون یاخته برون یاخته، که دیدید در مرجانیان رخ میداد. بچه ها یادتون باشه پس نکته مهم اینجاست، گوارش غذا با گوارش اندامک ها فرق داره ها. گوارش غذا با گوارش اندامک ها فرق داره ها. با گوارش مثلا فرض بکنید که گلیکوژن در یاخت‌های کبدی فرق داره ها. دانش آموز اومده میگه به من آقا ما شنیدیم که انسان گوارش درون یاخته‌ای غذا هم داره. چجوری؟ آقا تو کبد ما گلیکوژن تحت تاثیر هورمون گلوکاگون نمیشه گلوکوز. میگم خب چرا؟ خب اون گوارشه دیگه، گوارش گلیکوژن داره تجزیه میشه. این گوارش هست ولی گوارش غذا نیست. حواستون باشه گوارش غذا با این موضوع فرق میکنه. این صفحاتی که میبینید بچه‌هایی که سر کلاس من نبودن ملاحظه بکنن، اینها متن کتاب درسی، یعنی شما دیگه بی نیاز میشید حتی از کتاب درسی وقتی که این جزوه رو داشته باشید. هم متن کتاب درسی رو دارید و هم نوشته های من رو دارید. بله کتاب درسی اشاره کرده برخی از جانداران مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن و به طور مستقیم از محیط، منظورش کیاست؟ انگلا. مثل کی؟ مثل همین کرم کدو. کرم کدو نگاه کن اینجا رو، میگه دهان نداره، دستگاه گوارش هم نداره، مواد مغذی رو از سطح بدنش دریافت میکنه. همینا رو من اینجا اومدم توضیح دادم براتون. کرم پهنوی کرم انگل هستش کرم کدو و بدنش قطع قطع است، دهان و دستگاه گوارش هم نداره ولی سر داره. خب آها اینو از قصد اومدم گفتم. بچهای عزیزم فرق کرم کدو با هیدر اینه، کرم کدو سر داره دهان نداره، هیدر سر نداره ولی دهان داره. این نکته رو بهش توجه بکنی. بله این هم پلاناریا هست بچه ها. پلاناریا همونطور که دارید اینجا ملاحظه میکنید، این جانور حلقی داره که در قسمت شکمی بدنش قرار گرفته، یه ساختاری داره منشعب
به نام روده اصطلاحاً دهان، حلق و روده داره. این جانور مثل مرجانیان هستش، ابتدا گوارش برون یاخته‌ای داره، سپس درون یاخته‌ای. پلاناریا مثل مرجانیان فاقد مخرج. خب اول از همه با اجازتون میخوایم بچه‌ها بررسی بکنیم چگونگی گوارش رو در جاندار تکیاخته‌ای به نام پارامسی. پارامسی واکوئول گوارشی داره. این جاندار تکیاخته‌ای دیدید دیگه، تکیاخته‌ای گوارشش از نوع گوارش درون سلولیه، گوارش درون یاخته‌ایه. خب بیایم بریم پیکرش رو نگاه بکنیم. بیایم اینجا، یه شکلی تو کتاب درسیتون هست، شکل سمت چپ، این از یک منبع علمی آمده و البته ترجمه هم شده، یه خوردن مشکل داره. مشکلش کجاست؟ فلش زده اینجا رو نوشته حفره دهانی. حفره دهانی اینه، حفره دهانی این هستش، یعنی ما این قسمت قیف رو، ابتدای قیف رو بهش میگیم حفره دهانی. خب و در انتها میشه گفت دهان یاخته قرار گرفته، اون قسمتی که داره توش واکوئول غذایی یا کوریچه غذایی اصطلاحاً تشکیل میشه. توضیحاتش رو اینجا براتون نوشتم. ورود ذرات غذا از انتهای حفره دهانی و با ایجاد کوریچه غذایی به درون یاخته انجام میگیره. نکته دوم، آغاز گوارش. بچه ها من اگر طراح کنکور بودم حتما این نکته رو امسال مورد سوال قرار میدادم. بچه ها نگاه بکنید به شکل، ببینید ذرات غذایی چقدر بزرگن و نگاه بکنید در ادامه وقتی کافنده تن یا همان لیزوزوم بهش پیوسته و باعث تشکیل واکوئول گوارشی میشه، نگاه بکنی ذرات ریز شدن. یعنی قبل از اینکه کافنده تن یا لیزوزوم به واکوئول غذایی بپیوندد، ذرات غذایی گوارششون شروع شده. نگاه کنید، آغاز گوارش قبل از پیوستن لیزوزوم ها به کوریچه غذایی و تشکیل کوریچه گوارشیه، کوریچه یا همون واکوئول. آقا از کجا داری میگی از شکل؟ چقدر تو همین دو سه سال اخیر از شکل های کتاب سوال دادن؟ هیچ جای متن این نکته رو ننوشته. نگاه کنی ذرات غذایی ریز شدن قبل از اینکه لیزوزوم به واکوئول بپیونده. این نکته بسیار مهمه. نکته آخر، محتویات کوریچه دفعی از طریق منفذ دفعی به خارج یاخته می رود. بچه این منفذ رو نگاش بکنید، این منفذ رو نگاه بکنید، اینه هاش، این منفذ یه جای ثابت در یاخته است، یعنی اینجا نیست، اینجا نیست، دفعه بعد اینجا نیست، یه جای ثابته. اصطلاحاً بهش میگن منفذ دفعی. واکوئول دفعی، کوریچه دفعی میره به اون محل و با اگزوسیتو ذرات رو به بیرون چیکار میکنه؟ میریزه. پس از همه سطح یاخته مواد خارج نمیشن، همه جا نه، از یک منفذ دفعی مشخص. توجه بکنید وقتی که لیزوزوم میپیوندد به واکوئول غذایی، واکوئول غذایی میشه واکوئول گوارشی. چرا؟ آنزیم های لیزوزوم باعث کامل شدن گوارش میشن و در نتیجه آنچه به درد میخورد توی سلول میمونه و آنچه به درد نمیخورد به عنوان مواد دفعی توسط واکوئول دفعی به بیرون میرسه. در مورد اسفنج ها بچه ها در فصلهای بعدی صحبت شده. خب منتها من برای گوارششون اینجا نکته ای را آوردم
خب که 100% شما میدونید گوارش اونها وابسته به گردش آبه. یاخته هایی دارن، بچه هایی که درس خوندن حواسشون هست، یاخته هایی دارن که بهشون میگن یاخته های یقه دار. خب نگاه کنید، یقه سلول رو دارید میبینید. یک تاجک هر یاخته داره که به جریان آب در درون چی؟ در درون همین حفره ها کمک میکنه، مشخصه. از طریق منافذی آب وارد کانال مرکزی میشه و سلول ها میتونن مواد غذایی را مستقیما از آب دریافت بکنن، که من همه اینا رو براتون توضیح دادم. دقیقاً فرایندی به نام اندوسیتوز ذرات درشت که اصطلاحاً بهش میگن فاگوسیتوز اینجا صورت میگیره و بعد در نهایت مواد دفعی هم از طریق اگزوسیتوز به کانال ها میریزن. بریم جلو. بله، رسیدیم به جناب هیدر. حواست باشه یکی دو تا نکته بسیار مهم اینجا وجود داره. بچه ها، گوارش در بیمهرگانی مانند هیدر در کیسه‌ای به نام حفره گوارشی هست. یه سوراخ داره این کیسه حفره که برای ورود و خروجه، همون دهان. اینا مخرج ندارن، حواست باشه. حالا میگه یاخته هایی، گوش کن، میگه یاخته هایی، نه همه یاخته ها، یاخته هایی در این حفره آنزیمایی رو ترشح میکنه، گوارش برون یاخته ای آغاز میشه. بعد یاخته های این حفره ذرات غذایی رو با اندوسیتوز میبلعند و فرایند گوارش درون یاخته ای تو همون واکول های غذایی یا کریچه های غذایی انجام میگیره. لطفا به این شکل توجه کن، لطفا به این شکل توجه کن آقای عزیز، خانم محترم. از نظام قدیم به غلط به بچه ها میگن، تو کتاب های کمک درسی نوشته و همکارای من هم هی همینا تکرار میکنن، قرقره میکنن که چی؟ ما در پیکر هیدر دو نوع بافت پوششی داریم، بافت پوششی مکعبی و بافت پوششی استوانه‌ای. به قدری این حرف دریوریه که حد نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بافت پوششی مکعبی و استوانه‌ای مربوط می شود به جانوران مهره‌دار، نه این جانور بی مهره. خدا را شکر که الان تو کتاب درسی شما بافت‌های بدن انسان دیگه نوشته پوششی، ماهیچه‌ای، پیوندی. دیدید دیگه آقا جان، بافت پوششی مکعبی و استوانه‌ای چیه؟ یه نقاشی کتاب درسی کشیده. شکل واقعیشو اصلا ببینی نمیگی، این لفظو اصلا به کار نمیبری، ولی اینا مهمه. اولا اینکه پیکر هیدر در همه بخشها از دو لایه یاخته‌ای تشکیل شده. دو لایه یاخته‌ای، نگاه کن، یک، دو. دو لایه است. آقا سه لایه است؟ نه، یه لایه ژلاتینیه که اونها رو به همدیگه وصل کرده. اون لایه یاخته‌ای نیست. یه لایه یاخته‌ای بیرونه، یه لایه یاخته‌ای هم درون قرار گرفته. لایه خارجی داره یاخته‌های با اندازه کوچکتر و شامل انواع یاخته‌های ماهیچه‌ای و عصبی و پوششی. چی 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 چی؟ یاخته‌های ماهیچه‌ای. یادت باشه توی فصل 1 زیست 11 گفته شبکه عصبی هیدر یاخته های ماهیچه‌ایشو تحریک میکنه. یادت باشه که هیدر ماهیچه نداره، بافت ماهیچه‌ای نداره، متراکم نیستن. اینا یاخته هایی هن که پخشن تو پیکر هیدر. درست شد؟ لایه داخلی دارای یاخته های بزرگتر، پوشاننده حفره گوارشی.
گروهی از اونها با اگزوسیتوز آنزیم با اگزوسیتوز آنزیمهایی به درون حفره ترشح میکنن که آغازگر گوارش شیمیاییه. گروهیشون ادامه گوارش بعد از فاگوسیتوز یا آندوسیتوز ذرات غذایی درون یاخته هاست. خانم عزیز، خانم محترم، برو نگاه کن، 100% کتاب های تست بازار به غلط از کتاب نظام قدیم میگن یاخته هاشون دوتا تاجک داره. کجای کتاب درسی گفته اینا یاخته های تاجک دارن؟ اینا تاجک نیست دوست عزیزم، اینا موجکه. اگرم میخوای به بچه ها اطلاعاتی بدید، حداقل اطلاعات خارج از کتاب غلط ندید، خارج از کتاب درست بدید. شما این یاخته هایی که میبینید دوتا دوتا زوائدی دارن، این زوائد موجک است نه تاجک. تمام. خب بگذر. اما لوله گوارش، لوله گوارش تو کیا به وجود اومده؟ در اثر تشکیل مخرج. هر جانوری که مخرج داره لوله گوارشی در اون شکل گرفته، دهان مخرج داره. امکان جریان یک طرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی، هممون میدونیم از دهان شروع میشه، میره بعد در ادامه بخشای مختلف لوله گوارش رو طی میکنه، گوارش و جذب غذا انجام میشه، مواد دفعی از انتهای لوله گوارش به خارج دفع میشن. کتاب درسیمون بچه ها در زیست دهم همونطور که عرض کردم حسبیاتی در چاپ 98 داشته، همونطور که ملاحظه میکنید اومده به ملخ اشاره کرده، گفته حشره گیاهخوار است، با استفاده از آرواره ها مواد غذایی رو خورد و به دهان منتقل میکنه. منظورش از دهان حفره دهانه، چون اون آرواره ها هم جزی از دهان هستن. توجه بکنید آرواره های دهانی هستن که اونها به بیرون از دهان هم رشد کردن. بعضی از حشرات این گونه. غذای خرد شده از طریق مری به چینه‌دان وارد میشه و چینه‌دان بخش حجیم انتهای مری هست، غذا رو ذخیره و نرم میکنه. یادت باشه به هیچ وجه، به هیچ وجه گوارش غذا خب به طور مستقل تو چینه‌دان انجام نمیشه. چینه‌دان وظیفش ذخیره و نرم کردنه، ولی آنزیم‌هایی که از دهان همراه با غذا اومدن توی چینه‌دان گوارش غذا رو انجام میدن. پس خود چینه‌دان آنزیم نداره، آنزیم هایی که همراه با بزاق اومدن رسیدن به چینه‌دان گوارش کربوهیدرات ها رو چیکار میکنن؟ ادامه میدن. غذا بعد از اون به بخش کوچکی به نام پیشمعده میرسه، کوچیکه. دیواره پیشمعده دندانه داره برای گوارش مکانیکی و معده و کیسه های معده هم آنزیم ترشح میکنن که اون آنزیم ها میریزه به پیشمعده. پس پیشمعده هم گوارش مکانیکی داره هم گوارش شیمیایی به واسطه آنزیم هایی که در واقع معده و کیسه های معده دارن بهش وارد میکنن. جذب هم در معده صورت میگیره. مواد گوارش نیافته نهایتا به روده و راس روده میرسن و وظیفه اونها همونطور که میبینید اینه که آب و یونها رو جذب میکنن و سرانجام مدفوع خشک از انتهای لوله گوارش دفع میشه. توضیح کتاب رو گفتم، توضیحات خودم هم به صورت جز به جز اینجا هست. نکته ای که شفاهن عرض کردم، شاید نگران بودی تونتون شروع کردی به نوشتن، چینه‌دان آنزیم ترشح نمی کنه ولی با استفاده از آنزیم های بزاق گوارش کربوهیدرات ها رو ادامه میده. پیشمعده فاقد قده است ولی آنزیم های ترشح شده از معده و کیسه‌های معده بهش وارد میشن. اما بچه های گلم به این نکته توجه بکنی، در ملخ جایگاه ترشح آنزیم های گوارشی جایگاه ترشح دهان، معده و کیسه‌های معده است. البته در معده گوارش انجام نمیشه. جایگاه جذب معده و راسروده است که در معده غذا و در راسروده آب و یونها جذب میشه. بچه ها الان این جدول به خوبی به درستی داره به شما بخش های مختلف از لوله گوارش ملخ رو نشون میده.
دهان، آرواره و حفره دهانی. آرواره ها همونطور که عرض کردم خارج از حفره دهانی قرار گرفتن. مری رو داریم، چینه‌دان، پیشمعده، کیسه های معده، معده، روده، راست روده و در نهایت میرسیم به مخرج که محل خروج مدفوع هستش. یه شکلی در کتاب درسیمون هست، ملاحظه میفرمایید بچه های فارغ التحصیل، این شکل جدیده، تو زیست دهم چاپ 97 نبود، جدیده. ملاحظه بفرمایید چجوری آقا سوال میدن از این بچه ها. هم میتونن اینها رو نوشته هاش رو حذف بکنن و شماره گذاری کنن، مثلا 1 2 3 4 بذارن، الف به جیم دال بذارن و عملکرد اونها رو بخوان، مثل کنکور 1400. میتونن مثل کنکور 1399 بیان چیکار بکنن، بیان مثلا سوالی بدن که آقا مثلا قدد بزاقی دقیقا در زیر چی قرار گرفته، چینه‌دان قرار گرفته. میتونن اینجوری سوال بدن. در کنکور 99 ما یه همچی سوالاتی رو داشتیم. پس میتونن سوالاتی بدن که نکاتش اقتباس از شکله، میتونن خود شکل رو بدن، نامگذاریش بکنن، سوال ازش مطرح بکنن. قدد بزاقی در زیر چینه‌دان قرار گرفته. ملاحظه میفرماید چینه‌دان از تقریبا انتهای مری شروع میشه، در مجاورت تناب عصبی شکمی هست که ما اینجا تناب عصبی شکمی رو در شکل بچه ها نمیبینیم، تو زیست 11 دستگاه عصبی داریم. ترشحات آنزیمی غدد بزاقی سبب آغاز گوارش در حفره دهان میشه. منابع زیادی رو بررسی کردم، شکلهای زیادی رو بچه ها دیدم، از دوستان دانشمند که جانورشناس بودن پرسیدم، هر کدام یه نظری داشتن. برخی میگفتن که غدد بزاقی ترشحاتش مستقیما به حفره دهان میریزه، برخی میگفتن که نه، به بیرون از حفره دهان میریزه و همراه با غذا وارد حفره دهانی میشه. یعنی متفق القول پیدا نکردم یه نکته ای رو، ولی آنچه در این شکل داره نشون داده میشه اینه که غدد بزاقی، ببینید مثلا در انسان غدد بزاقی مجاریش به داخل حفره دهان باز میشه، ولی شما در این شکل دارید میبینید غدد بزاقی، خب همین ساختاری که شبیه به خوشه انگور هست، یه خوشه کوچولو هست، ملاحظه میکنید که مجراش به حفره دهان باز نمیشه. چه بسا ممکنه این نکته ای رو که الان عرض کردم طراح کنکور 1401 مورد سوال قرار بدهد. چینه‌دان در گوارش غذا نقش داره ولی به کمک آنزیم های ترشحی بزاق خودش نه. چینه‌دان حجیم ترین بخش از لوله گوارش در ملخه. مسیر عبور غذا در لوله گوارش رو هم براتون مشخص کردم، کشیدم. چینه‌دان پس داستانش این بود. حالا ملاحظه میکنید کتاب گفته علاوه بر ملخ در جانوران دیگر مثل پرندگان دانه خوار. بچه ها پرندگان انواع اقسامی دارن، گوشتخوار دارن، خونخوار دارن، خب اونایی که دانه خوار هستن چینه‌دان دارن که توش غذا ذخیره میشه، مثل همون ملخ که دیدیم. این ساختار به جانور امکان این رو میده تا با دفعات کمتر انرژی بیشتری رو به دست بیاره و انرژی مورد نیازش تامین بشه با دفعات کمتر تغذیه. سنگدان از بخش عقبی معده به وجود میاد و دارای ساختار ماهیچه‌ای، پس تو گوارش مکانیکی غذا نقش داره. سنگریزه هایی هم که پرنده میبلعه میاد و گوارش مکانیکی رو تسهیل میکنه. توجه کن، تسهیل میکنه، یعنی آسون ترش میکنه. این نکته رو بهش خواهشن توجه داشته باشی. بله نگاه کنی، دقت کن، سنگریزه هایی که پرنده میبلعد فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل میکنه. همینو میتونه تو تست بده، بگه امکان پذیر میکنه. نه، خودش ماهیچه‌ای سنگدان تسهیل میشه. چرا؟ چون سنگدان دیواره ماهیچه‌ای ضخیم داره، با انقباضش در آسیاب کردن غذا نقش داره. بچه ها
لوله گوارش در پرنده دانه خار، حالا مثلا این کبوتره، دارید ملاحظه میکنی چینه‌دان حجیم ترین بخش هست، در جلوی معده و کبد قرار گرفته، کبد زیر معده است، در شکل دارید میبینید و زیر معده و سنگدانه، در پشت چینه‌دان ترشحات برونریز کبد از طریق یه مجرایی که تو شکل مشخصه به بخش ابتدایی روده وارد میشه و گوارش مکانیکی غذا به ترتیب در معده و سنگدان، معده همین بخش لوله‌ای شکل کوچیکه که دارید ملاحظه میکنید، تو معده و سنگدان هستش و گوارش شیمیایی هم در معده سنگدان به خاطر اینکه آنزیم‌های شیره معده همراهش هستن و روده باریک انجام میشه. مسیر و عبور غذا رو هم میبینید، از دهان شروع میشه به مری، چینه‌دان، معده، سنگدان و بعد هم روده ها میرسه، روده باریک و روده بزرگ، در نهایت مخرج. آخرین قسمت فصل دوم یعنی جانوری فصل دوم مربوط میشه به پستانداران نشخوار کننده. بچه های عزیزم، قبلا تو کتاب های درسی در مورد پستانداران غیر نشخوار کننده هم صحبت شده بود، در مورد اسب مثلا صحبت شده بود. در کتاب درسی ما صرفا الان نشخوار کننده ها باقی موندن، مثل گاو و گوسفند و بز و شتر و اینا که خودتون میدونید. معده‌شون چهار قسمتیه و همونطور که میدونید چهار تا قسمت سیرابی، نگاری، هزالا و شیردان هستش. این جانوران به سرعت تون تون غذا میخورن، به سرعت غذا میخورن تا در فرصت مناسب یا مکانی امن چیکار بکنن؟ غذا رو با نشخوار کردن وارد دهان کنن، بجون. بله، عرض کنم که نشخوار کنندگان سریع غذا میخورن و غیر نشخوار کننده ها زیاد غذا میخورن. شاید دیده باشید توی مثلا استبله ها اسب ها همیشه یک مثلا ساختار شبیه مثلا سطل های سبکی دور گردنشون میندازن و دائما اینها در حال خوردن علوفه هستن. علتش چیه؟ چون معده‌شون چهار قسمتی نیست و فقط مقدار کمی از اون علفی رو که میخورن میتونن گوارش بدهن. بله، نشخوار کنندگان بچه‌ها غذا رو تو دو مرحله گوارش میدن. یه بار میبلعن، میره توی سیرابی. میکروب هایی که در سیرابی وجود داره، این میکروب ها به کمک حرارت بدن، ترشح مایعات و حتی حرکات خود سیرابی تا حدودی توده غذا رو گوارش میدن، تا حدودی و این توده ها به نگاری وارد و بعد برمیگرده به دهان. چند تا سوال تو پرانتز بهتون بگم. آیا ما میتونیم بگیم سیرابی در گوارش مکانیکی غذا نقش داره؟ از کتاب اقتباس نمیشه. آیا ما میتونیم بگیم که میکروب های تجزیه کننده سلولوز توی بخش های دیگر لوله گوارش هم هستن؟ از کتاب اقتباس نمیشه. ما صرفا باید بگیم تو سیرابی. ولی طبیعیه غذایی که از سیرابی برمیگرده به نگاری و بعد میره به مری و دهان، طبیعیه که باید میکروب های تجزیه کننده سلولوز توش باشه و تجزیه سلولوز همچنان انجام بشه. ولی طبق کتاب درسی اگر تو کنکور از ما سوال پرسیدن، ما میگیم که میکروب های تجزیه کننده سلولوز تو سیرابی هستن. بعد از اینکه غذا رو آورد بالا از طریق مری به دهان، بازگشت، عرض کنم که غذا به طور کامل جویده میشه. ما به این عمل اصطلاحا میگیم نشخوار، جانور نشخوار میکنه. خب بعدش چه اتفاقی میفته؟ غذا رو دوباره میبلعه. وقتی که بلعید، این دفعه سریعا میره به سیرابی و همونطور که میدونیم بیشتر حالت مایع پیدا میکنه، میره به نگاری، بعد از اونجا میره به هزالا. وقتی رسید به هزالا آبگیری میشه. چرا؟ چون میخواد بره به شیردان و آنزیم های گوارشی میخواد فعالیت بکنن. اگر اون غذایی که میرسه به شیردان آبدار باشه، طبیعیه که آنزیم ها نمیتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن.
در نشخوار کنندگان وجود میکروب ها برای گوارش سلولوز ضروریه. بله، سلولوز مقدار زیادی انرژی داره، ولی اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم تجزیه کننده سلولوز هستن. بچه های گلم، بیشتر جانوران خودشون سلولاز ترشح نمی کنن. اغلب جانوران، بعضی هاشون چرا، خودشون سلولاز دارن، مثل ملخ و کرم خاکی. ملخ و کرم خاکی خودشون سلولاز ترشح کنن، ولی پستانداران نشخوار کننده و غیر نشخوار کننده هیچ کدام. عملا من توی کتابی مهرداری رو ندیدم که سلولاز بتونه ترشح بکنه، بتونه بسازه. بله، بریم جلو. این شکل کتاب درسیمون هست، ملاحظه میفرمایید بچه‌ها، که جدید هم افسوده شده. تو مسیر اول اگر دقت بفرمایید، از مری اومده رفته به سیرابی، اینجا مونده و گوارش میکروبی انجام شده، از سیرابی رفته به نگاری، از نگاری اومده رفته به دهان. در مسیر دوم وقتی بلعیده شده دوباره اومده یه لحظه از سیرابی و نگاری رد شده، اومده تو هزالا آبگیری شده، اومده تو شیردان، و بعدم از شیردان میره به کجا؟ میره به روده ها. حجیم ترین بخش از معده 4 قسمتی سیرابیه. در هر وعده غذا، توده غذا، 3 بار از مری، 2 بار از سیرابی و نگاری و 1 بار هم از هزالا و شیردان رد میشه. پس اینو یادتون باشه، 3 بار از مری میگذره. چرا؟ میده پایین، دوباره میاره بالا، دوباره میبلعه، میشه 3 بار. طبق متن کتاب درسی، گوارش میکروبی فقط و فقط تو سیرابیه، و قبل از گوارش آنزیمی که در شیردان هست انجام میگیره. یک فعالیتی بچه ها تو کتاب درسیمون هست، من سعی کردم به طور کامل اون فعالیت رو خدمت شما توضیح بدم. طول لوله گوارش علفخواران و گوشخواران متفاوت، علت تفاوت رو میخواد. بچه های عزیزم، یادتون باشه که ارزش مواد غذایی در غذاهای گیاهی کمه. یعنی شما در نظر بگیر 1 کیلو یونجه، 1 کیلو گوشت، ارزش غذایی 1 کیلو گوشت به مراتب بیشتر از 1 کیلو یونجه هستش. خب چون مواد غذاییشون کمه و گوارششون سخت هستش، مواد گیاهی، به همین دلیل طول لوله گوارش در علفخواران نسبت به گوشخواران، نگاه کنید شکل سمت چپ مثلا حالا آهو یا گوزنی هست، شکل سمت راست روباه هست، ملاحظه میکنید در شکل طول لوله گوارش در علفخواران به مراتب بیشتر از گوشخوارانه. لوله گوارش من و شما چون جانور همه چیز خار هستیم، بینابین این دوتاست، یعنی از گوشخارا بزرگتره، بلندتره، و از گیاهخواران کوتاهتر هستش. یه پرسش دیگری کتاب پرسیده، گفته گوارش در نشخوار کنندگانی مثل گاو با گرم شدن کره زمین چه رابطه ای داره؟ اغلب این کسانی که حالا وگان هستن، گیاهخوارن، و جز انجمنهایی هستن که در واقع حالا مقابله میکنن، مبارزه میکنن با گوشتخواری، یکی از در واقع عللی رو که خودشون رو به عنوان مبارز و مخالف تو این زمینه معرفی میکنن، گرم شدن کره زمین هست. و عرض بکنم که آب شدن یخهای قطب شمال رو ملاک قرار میدن. آب شدن یخ قطب شمال چه ربطی به گاو داره؟ آها، اینا میگن دامپروری باعث میشه که CO2 جو زیاد بشه. کلن نشخوار کنندگان بچه ها از طریق مخرجشون CO2 زیادی دفع میکنن. CO2 یکی از گازهایی هست که در واقع اثر گلخانه ای رو تشدید میکنه و باعث گرم شدن روز به روز کره زمین و در نتیجه تغییرات شدید در اکوسیستم زمین میشه. این عقیده ای هست که در واقع به اثبات رسیده، کاملا هم درسته. خب آقا، یه دقیقه چت رو باز میکنی. سوالی بچه ها از این قسمت ندارید دوستان؟ سریع
میخوام رد بشم. سریع باشید. سارا جان، نه، بحث مهمی که هست اینه عزیزم، وقتی که گوارش خوب صورت نگیرد، خب توی من سوال ایشون رو جواب بدم. وقتی گوارش خوب صورت نمیگیره سارا جان، پس بنابراین جذب هم به خوبی انجام نمیشه. خب یعنی به طور کلی یادتون باشه غذاهای گیاهی گوارششون دشوارتر هستش عزیزم. روده در جذب نقشی نداره سارا جان، روده در جذب نقش داره، خب منتها توی کتاب درسی این نقش رو به راس روده داده. جذبی که هست جذب آب و یونهای جذب مواد مغذی، عرض بکنم که جذب مواد مغذی در معده هستش. تاجک و مژک چشم میگم. خیر، هیدرودونو بافت داشته باشه. نه، بافت برای چی؟ اصلا صحبت بافت اونجا نمی کنه. چرا عزیزم؟ امیر جان میگه کبوتر نه دهان داره نه حلق، توی شکل کتاب مشخص نکرده. آره، من اون طرف متوجه نمیشم توی MD نوشته چی. دانه فقط پرندگان دانه خار چه دارن؟ متوجه نشم جملتون عزیزم، خواهش میکنم سارا جان. خب ماهیچه‌ای و عصبی، آها مهدی ببین، اونا بافت نیستن، به صورت بافت نیستن، یاخته هایی هستن که پراکنده است توی پیکر جانور. خب یعنی ببینید، بافت شما تعریفش رو میگید مجموعه ای از سلول هایی که با هم دارن یه کار انجام میدن. شما در عرض بکنم که هیدر نمیتونید یاخته های ماهیچه‌ای رو در کنار هم به صورت یک بافت متمرکز ببینید. خب یاخته ها به صورت پراکندن، درسته تمایز بافتی ما داریم، ولی اینکه بافت شکل گرفته باشه خیر. خب یوسف جان دستبندی چیه؟ خواهش میکنم حسن جان، خواهش میکنم، انشالله که بتونید استفاده بکنید. خب عرض کردم حسین جان، بین 3 تا 5 تست از مبحث جانوری میاد. خب توی واکول گوارشی پارامسی مژک داریم، توی اسپم تاجک داریم، و اینکه تاجک‌ها تعدادشون از مژک‌ها کمتره و مژک‌ها کوچیک. حالا توضیح میدم عزیزم. در ملخ گوارش سلولوز در سطح دهان، سلولاز دارن، بله تو بزاقشون سلولاز دارن امیر جان ملخ، منتها اینا مهم نیست چون توی کتاب درسیمون نیست. من فقط اونجا که گفته بود اغلب عرض کردم که چرا. شما لطف دارید مریم جان. خب یه زحمتی میکشید که پس چطو بمندید من فرق تاجک و مژک رو بگم عزیزید. گوارش سلولوز در همه جای لوله گوارش نشخوار کنه. ببین محمد جان، نمیگن اصلا اینا، واقعیت بهت بگم چیزهایی که بیهوده است وقتمون رو بذاریم براش فرصتی بکنیم. و آره چطو میبندی مهدی جون، قربون دستت. عرض کردم تعداد تست هایی که از زیست جانوری میاد بین 3 تا 5 تا هستش. آیا فقط پرندگان دانه خار هستن؟ نه نه، ما نمیتونیم عزیزم صرفا به پرندگان دانه خار بگیم. خب نمونه جالب عزیزم، بدونید که یک نوع یوز پلنگ هست توی برنامه های راز بقا نشون میداد که دانه نوعی میوه رو میخوره. یعنی خواهش میکنم تو زیست جانوری هیچ وقت خودتون رو محدود نکنید. جانورانی هستن در سراسر عالم که شما اصلا این قضاوت رو نمیتونید در موردشون بکنید. شما همواره تصورتون اینه که یوز پلنگ یک حیوان پستاندار بسیار سریه که همش در حال دویدن دنبال آهو و گوزن و حیوانات این چنینیه که بگیره گوشت اونها رو خلاصه بخوره، درسته؟ ولی یوز پلنگی من دیدم
توی یکی از فیلم های حیات وحش نشون میداد که این جانور غذاش دانه یک گیاه بود. خب اصطلاح حالا دانه خوار رو ما صرفا برای پرندگان نمیتونیم به کار ببریم، چون خود دیدی بعضی از حشرات هم هستن که دانه میخورن، مورچه و نمیدونم این چیزا دانه خوار هستن. یکی از دوستان تفاوت تاجک و مژک رو پرسیده بود. بچه ها تاجک و مژک از لحاظ ساختاری با همدیگه تفاوت ندارن، هر دو از جنس پروتئین های لوله‌ای هستن، ولی کن تفاوت هایی که دارن دیدم یکی از دوستان در واقع توی چت نوشته بود، تفاوت هایی که دارن از لحاظ اندازه و تعداد و نوع حرکتشونه. حرکت تاجک به صورت موجیه، تاجک به صورت موجی حرکت میکنه، ولی مژک به صورت شلاقی یا اصطلاحاً میگن ضربانی. خب ما در لوله های تنفسیمون مژک داریم، یاخته های مژکدار داریم، و شما این اصطلاح رو شنیدید، میگن زنش مژک ها. زنش یعنی همان حرکات ضربانی و شلاقی خب که مژک ها دارن و باعث حرکت ماده مخاطی، مایه مخاطی و روندن اون به سمت حلق میشن، حالا از بالا یا پایین به سمت حلق، که اگر ذرات گرد و غبار یا میکروبی وارد لوله های تنفسی شده به حلق بیاد، حالا انعکاس سرفه اونها رو میتونه از طریق دهان خارج کنه یا ببلعیم توسط شیره گوارشی از بین برود. خب بریم سراغ تنوع تبادلات گازی. یکی از دوستان عزیز در مورد ملخ، جذب ملخ پرسیده بود. جذب مواد غذاییش فقط تو معده است، یادتون باشه روده در جذب مواد غذایی نقشی نداره. آب و یون ها که البته بیشتر در راس روده جذب میشن تا مدفوع خشکی رو این جانور دفع بکنه، البته ترکیب با بلورهای اوریک اسید هست که ماده دفعی نیتروژن داره در حشرات. تبادل گاز همونطور که خودتون مستثر هستید دیگه گوش کنید، حواستون به تخته باشه. تبادل گاز یعنی گرفتن اکسیژن و دفع کربن دی اکسید. اینم خلاصه شده نسبت به زیست دهم چاپ 97، خیلی خلاصه شده. بچه ها همونطور که ملاحظه میکنید باز دوباره اومده یه تکیاخته‌ای رو چسبونده به یک پریاخته‌ای ساده. تکیاخته‌ای ها و جانورانی مثل هیدر آب شیرین، همه یاخت‌های بدن میتونن با محیط تبادلات گازی داشته باشن. پس یادتون باشه ما در این جانداران نیاز به ساختارهای ویژه تنفسی نداریم، چون همه سلول‌ها خودشون با آب با محیط پیرامون در ارتباطن و میتونن تبادلات رو به راحتی انجام بدن. چهار تا روش اصلی که برای جانوران ما داریم روش تنفسی شامل نایدیس، پوستی، آبشوشی و شوشی هستش. دارید ملاحظه میفرمایید. در جانداران تکیاخته‌ای باورتون میشه بچه های عزیز این نکته‌ای که من توی جزوه‌تون آوردم در کنکور سراسری 1400 عیناً این جزوه پارسال من بوده قسمت‌هایش، خب عیناً این در کنکور 1400 مورد سوال بود. بله چرم پهن پلاناریا ساختار ویژه تنفسی وجود نداره و قشای پلاسمایی هر یاخته به اندازه کافی با محیط در ارتباط. بچه‌ها خیلی چیزهای کرم‌های پهن خصوصا پلاناریا شبیه به در واقع مرجانیان هستش از نظر تبادلات گازی، از نظر تغذیه تو فصل قبل دید گردش مواد خیلی شبیه هم، اینو یادتون باشه. خب بریم جلو. تنفس تکیاخته یا همونطور که میبینید شکلی ازش در کتاب درسی هست، اودو از سطح یاخته با انتشار وارد شده، فقط کافی از قشای یاخته بگذره، CO2 هم از اون ور از طریق انتشار توسط یاخته دفع شده. ملاحظه میکنید که گفتم سرعت انتشار گازها متناسب با مساحت قشاییه که گازها از عرض اون عبور میکنن. اما سیستم های تنفسی از اینجا دقت بکنید تو جانوران داره برای ما نشون داده میشه. اولیش نایدیسه، لوله هایی که منشعب شدن در کتاب درسیمون همونطور که ملاحظه میکنید
میگه در بیمهرگان خشکیزی ماننده. بچه ها تو نظام جدید بیداد میکنه این واژه ماننده. چرا؟ چه تأکیدی دارم روش؟ آها ببین، میگه این نوع تنفس در بیمهرگان خشکیزی مانند حشرات. یعنی فقط حشرات نه، اگر اومد توی گزینه‌ای در کنکور گزینه غلط میشه، اومد گفت آقا تنفس نایدیسی در فقط در حشرات دیده میشود، میگید غلطه. گفته در بیمهرگان خشکیزی مانند حشرات دیده میشود. حالا با اجازتون بریم در مورد سیستم تنفسی نایدیسی اینجا صحبت بکنیم. بچه ها مثال باز دوباره ملخ رو زده، دقت بکنید، یه سری منافذی در سطح بدن این جانوران دیده میشه. حالا این منافذ رو توی ملخ میشه گفت در قسمت پهلو و زیر شکم ما میبینیم. خب در حشرات دیگر مثلا تو زنبور، تو مگس، اونها هم همینطور در قسمت‌های پهلو دیده میشه. منافذی هست ابتدای نایدیس های بزرگ، این الان یک نایدیس بزرگه، همینطور که میره به سمت سلول ها باریک و باریک و باریکتر میشه. هیچ وقت نفهمیدم اون شکل قشنگی که پارسال تو کتاب بود چرا حذفش کردن و این شکل رو گذاشتن، نفهمیدم چرا. حالا بگذاریم بچا، آخرین نایدیس ها انتهاشون بنبسته، مسدود هستش و انشابات انتهای نایدیس ها، خوب دقت بکنید، توش مایه همولنفه. چرا؟ برای چی باید باشه؟ مایه میخواد چی کار کنه؟ اودوی که اومده تو باید اونجا حل بشه. بچه ها یادتون باشه تبادلات گازی فقط و فقط تو محیط مایه انجام میشه، یعنی اکسیژن به صورت محلول در نیاد از سطح تنفسی رد نمیشه. خود ما ششهای مهرداران خشکیزی کجاست؟ به درون بدن وارد شده، اومده رفته تو قفسه سینه من و تو. سطح ششهای من و شما، خب سطح کیسه های حبابکی همواره یه لایه نازک آبه که برای کاهش کشش سطحیش بعضی از سلول های دیواره چی ترشو میکنن؟ آفرین، سورفاکتانت. پس همیشه باید اونجا مرطوب باشه که اودویی که ما میدیم تو مثل همینا به صورت محلول در بیاد. تا محلول نشه از سطح تنفسی رد نمیشه، از غشای تنفسی رد نمیشه. الان این جانور هم مثل ما ساکن خشکیه، انتهای نایدیس هاش که بنبسته اونجا مایه جمع شده، همولنف. بله خب این جانور گردش باز داره، مایه‌ای که داره مایه میانبافتی که نیست که، خونم که نداره، همولنف داره. اکسیژن وارد اونجا میشه، از غشا رد میشه، از اون برم CO2 میاد وارد مایه همولنف انتهای نایدیس میشه، بعدم به صورت گازی شکل خارج میشه. یه نکته قشنگ بگیم بچه، هر جانوری که تنفس نایدیسی داره دارای سامانه گردشی باز، ولی هر جانوری که سامانه گردشی باز داره الزاماً تنفس نایدیسی نداره ها. توی فصل 4 تو گردش مواد کتابت گفته بند پایان اول جزوه‌مو بود. بند پایان یعنی حشرات، عنکبوتیان، سخت‌پوستان، هزار پایان و صد پایان، اینها گردش باز دارن. ولی تو این فصل داره به ما میگه چی؟ میگه آقا بیمهرگانی مثل حشرات. حالا من کاملش کنم، حشرات و صد پایان اون بالای جزوه‌م نوشتم، سخت‌پوستان نایدیس دارن؟ نه. خرچنگ نایدیس داره؟ نه. آبشوش داره؟ پس هر جانوری که نایدیس داره گردش باز داره، ولی هر جانوری که گردش باز داره الزاماً نایدیس نداره ها. اینو دقت کنید بهش. بریم جلو. سیستم بعدی تنفس پوستیه. تنفس پوستی بچه ها در بیمهرگانی مثل کرم خاکی و مهردارانی مثل دوزیستان بالغ دیده میشه.
البته نوزاد دوزیستان هم تنفس پوستی رو دارن. به همین دلیله که کتاب درسیمون از اصطلاح دوزیستان فقط استفاده کرده، نگفته نوزاد چیز دوزیستان بالغ. البته عرض کردم هم بالغ هم نابالغ. بیشتر تبادلات، دقت بفرمایید، بیشتر تبادلات از طریق پوست تو دوزیستان، با اینکه ما میدونیم بالغشون شش هم داره، ولی بیشتر تبادلات از طریق پوسته. دیدید دیگه، مثلا قورباغه بالغ خارج از آب که هستش، ملاحظه کردید پوست مرطوب و لزجی داره. کرم خاکی هم همینه، دیدید قطعا. پوست دوزیستان ساده ترین ساختار در اندام تنفسی جانوران، نه مهردارانه. پس در بین مهر حواست باشه ها، اینا رو عبارت جمله میکنن تو کنکور ها. ساده ترین ساختار در اندام تنفسی مهرداران میشه پوست کی؟ دوزیستان. پوست دوزیستان. شبکه مورگی یک نواخت و وسیع زیر پوست تبادلات گازها رو با محیط آسون میکنه. پوستم که گفتیم بعد همواره به صورت چی باشه؟ مرطوب باشه تا کارهای تنفسیات بشه. این ویژگی دقیقاً عیناً تو کرم خاکی هم دیده میشه. بله، این تبادلات پوستی شکلش هم نگاه کنید. ببینید یه پوستی هست که قطعاً باید عرض کردم مرطوب و لزج باشه. حالا قورباغه بالغ رو اینجا تو کتاب درسیمون کشیده، ولی خب گفتم نوزادشون به همراه کرم خاکی هم یه همچین سیستم تنفسی رو دارن. O2 شبکه مورگی دریافت کرده، شبکه مورگی زیر پوستی، و CO2 داره دفع میشه. ملاحظه میکنید این رگهای خونی هستن که زیر پوست تشکیل چی رو دادن؟ تشکیل شبکه مورگی رو دادن. تستش اینا رو هم شما میزنید. تنفس آبشوشی که ساده ترینش برجستگی های کوچیک و پراکنده است، در عرض بکنم که سطح پوست در ستاره دریایی که جز خارپوستان بود، خاطرتون هست، در سایر بیمهرگان آبشوش ها به نواحی خاص محدود میشن. پس یادتون باشه در یه جانوری مثل ستاره دریایی ما آبشوش ها رو نمیتونیم در نواحی خاص ببینیم، در بخش های مختلف از پوست به صورت برجستگی هایی دیده میشن. همونطور که میبینید دوستان عزیزم، مایعات بدن CO2 رو میاره در همین قسمت برجستگی ها دفع میکنه و از اون بر O2 رو دریافت میکنه. بچه های عزیز خیلی جالبه بدونید تنها بیمهرگانی که اسکلت درونی دارن، تنها بیمهرگانی که اسکلت درونی دارند خارپوستانن. مثال ستاره دریایی. اسکلت درونی از ویژگی های مهرداران بود. توی بیمهرگان ما اسکلت رو عمدتاً به صورت بیرونی میبینیم. اونایی که اسکلت دارن بیرونیه. خب جالبه این جانور اسکلت درونی داره، بیمهرم هست. اینجا نوشتم از بین منافذ موجود در اسکلت، لایه درونی بدن که در آن مایع سلومی جریان داره به زیر پوست انتقال پیدا میکنه، همونی که نوشته مایعات بدن، وارد برجستگی های پوستی میشه. CO2 از این طریق ملاحظه میکنید دفع میشه و O2 هم همونطور که میبینید خلاف جهت وارد مایع میشه، وارد مایع بدن میشه. اکسیژن محلول در آب با عبور از دو لایه یاخته وارد مایع سلومی میشه و کربن دی اکسید هم که خلاف جهتش عرض کردم. اما تنها و تنها در مهرداران ماهی ها و نوزاد دوزیستان آبشوش دارن. آقا بله آقا، وال چی؟ وال پستانداره، دلفین پستانداره، حواست باشه، پستانداران شوش دارن. آقا دریا زندگی میکنه. بعضی ها که دیگه پا را فراتر از این میذارن، رشتهشون ماشالله تجربیه. آقا دلفین مگه ماهی نیست؟ یا حسین، دلفین و وال اینا پستاندارن، اجدادشون تو خشکی زندگی میکرده، جسه شبیه به سگ و گرگ داشتن و
و بعد در طی تکامل تغییر پیدا کردن، دست و پاشون تحلیل رفت، باله برای شنا شد و الان اونا توی آب زندگی میکنن. این اتفاق در طی میلیون ها سال و در طی تکامل تدریجی رخ داد. ماهی ها و دوزیستان، نوزاد دوزیستان تنها مهردارانی هستند که آبشوش دارن. تبادل گاز از طریق سطوح آبشوشه، آبشوشاشون تو نواحی خاص قرار گرفته، در طرفین سرشون هست، میدونید جهت حرکت خون توی مژک‌ها و عبور آب در طرفین تیغه‌های آبشوشی اینا خلاف یکدیگر انجام می‌شود. بله بچه‌ها، جریان آب در تیغه‌های آبشوشی خب و جریان خون، بذارید من اینجا مشخص بکنم براتون، این جریان آب هستش، از این ور ملاحظه می‌کنید این جریان خون در شبکه مورگی هست که تو تیغه های آبشوشی این جانور قرار گرفت. نگاه کنید، این جهت خونه، خب جهت آب اینه، نگاه کنید این جهت حرکت آبه. خیلی جالبه ها، جهت حرکت آب و جهت حرکت خون، خیلی جالبه، نگاه کنید مشخص. خب این کمک میکنه به تبادلات. و من یه نکته ای رو اینجا برای دوستان عزیزم آوردم، این نکته مهم از زیست جانوری، که اگه جهت حرکت خون و آب عکس هم نبود چه اتفاقی رخ میداد؟ انتشار اکسیژن متوقف میشد، یعنی هیچی دیگه، این جانور میمرد، طبیعتا میمرد. ولی میبینید جهت جریان خون و عرض بکنم که آب در تیغه های آبشوشی عکس هم. خیلی جزئیات داشت این شکلها و متن کتاب درسی، ولی خودتون مستثر هستید. کتاب درسی چاپ 98 بالای 50% نکات رو حذف کرده. عرض بکنم که قطعا میدونید بچه ها، انشالله تو فصل 4 هم میبینیم، سخرگ شکمی، سخرگ شکمی خون کم اکسیژن رو، این انشعابات سخرگ شکمی خون کم اکسیژن رو، یعنی همین آبیه رو میاره به کجا؟ به آبشوش ها. بعد از اینکه تبادلات صورت گرفت، جریان آب رو نگاه کن عزیزم، این بریه خون خلاف جهتشه، نگاه کنی این دوتا دقیقا عکس همه. تبادلات که صورت گرفت، خون پر اکسیژن میاد و به کجا؟ به سخرگ پشتی میریزد. سخرگ پشتی خون روشن رو داره، انشالله خواهیم دید که در ماهی ها گردش خون از نوع ساده است، یعنی بعد از تبادلات گازی خون به قلب بر نمیگرده، مستقیم میره به اندام. تبادلات گازی بین خون و آب تنها در شبکه های مورگی موجود در تیغه ها انجام میشه، یعنی همینجا. در هر طرف سر ماهی تعدادی کمان آبشوشی هست، هر کمان دارای تعداد زیادی رشته آبشوشی، ملاحظه می‌فرمایید. جهت جریان آب عمود بر خون درون سخرگ ورودی و خروجی مشخصه. بچه‌های گلم نگاه کنید، این سخرگ، انگشت منو نگاه کن، این سخرگ ورودیه، جهت جریان آب اینه، عموده. سخرگ خروجی اینه، جهت جریان آب دوباره عموده، ملاحظه میکنید کاملا مخالف جهت خون در شبکه های مورگی موجود در تیغه های آبشوشی هست. بله بچه های عزیزم، رشته های آبشوشی رو دارید میبینید، اگر از لحاظ تعداد بخواید بدونید، قطعا مشخصه تیغه های آبشوشی تعدادشون به مراتب از رشته های آبشوشی بیشتر هستش. تعداد تیغه ها به مراتب بیشتر هست از تعداد رشته ها، تعداد رشته ها، و تعداد رشته ها هم به مراتب بیشتر هستش از تعداد کمان ها. دو طرف سر جانور همین کمان های آبشوشی قرار گرفته که ملاحظه میکنید یه رگ تیره، یه رگ روشن در داخل این کمان ها وجود دارن و بعد انشعاباتشون رو وارد رشته ها و بعد هم شبکه مورگی کجا تشکیل میشه؟ آفرین، تو تیغه ها.
پس شما اون رگهای بزرگ رو در کمان میبینید، کوچیکترا رو در تیغه، در ببخشید رشته ها میبینید و شبکه مورگی رو تو تیغه های آبشوشی میبینید. این شاید میشه گفت تنها نکته مهم این فصل هستش، یعنی این قسمت تبادلات گازی. اما تنفس ششی که دیگه هیچی ازش نذاشتن، حالا باز تا پارسال یه خورده در مورد پرنده و همچنین پمپ فشار مثبت در عرض کنم که قورباغه نکاتی بود، الان دیگه همه رو حذف کردن، کلش همین چند خط شده که ملاحظه می‌فرمایید. اولا اینکه ما تو بی‌مهرگان نرمتنانی مثل حلزون، خب شش داریم، شش دیده میشه. حلزون یادتونه جزء نرمتنان بود، شاخه نرمتنان بود و تو مهرداران خوشگیزی هم که عرض کردم چند دقیقه پیش شش دیده میشه. مهرداران سازوکارهای مختلفی رو دارن که باعث میشه دائما یک جریان پیوسته و تازه‌ای از هوا در مجاورت سطح تنفسیشون باشه. ما به همراه گروه کثیری از مهرداران پمپ فشار مثبت رو داریم و جانورانی مثل قورباغه که دارین در شکل ملاحظه میکنید پمپ فشار منفی رو داریم، ببخشید فکرم گفتم مثبت، و جانورانی مثل قورباغه پمپ فشار مثبت رو دارن. حالا فشار منفی در ما چیه؟ هیچی. قفسه سینه‌مون به سمت بالا و جلو حرکت میکنه، دیافراگم میره پایین، یک فشار منفی توی ششها به وجود میاد، هوا مکش میشه به داخل. این دمه. تو بازدم هم با جمع شدن قفسه سینه و بالا رفتن دیافراگ هوا به فشار با فشار به بیرون رانده میشه، این میشه پمپ فشار منفی. ولی توی قورباغه پمپ به صورت فشار مثبت هستش. خیلی جالبه که این جانور بینیش بازه، حفره دهانی باز هست، هوا رو میاره بچه‌ها، در واقع همونطور که توی شکل دارید دقت میکنید جمع میکنه در قسمت زیرین گلوی خودش، شاید توی فیلم ها یا از نزدیک دیده باشید. و بعد از اون میاد چه کار میکنه؟ میاد بینی رو میبنده، بینی و دهان رو میبنده، هوایی رو که جمع کرده در قسمت گلوی خودش در پایین حفره دهانی با فشار میدتش به سمت چی؟ به سمت ششها. و همونطور که ملاحظه کردید یک جریان پیوسته ای از هوا در داخل ششهای اونها و در مجاورت سطح تنفسی جریان ده. این شماره 1, 2, 3, 4 که دارید ملاحظه میکنید در شکل، این فقط و فقط برای توجیه این موضوعه که بعضی وقتا بچه ها میگن چطور ممکنه که همواره جریان پیوسته ای از هوای تازه در سطح تنفسیشون باشه. من چگونگیش رو اینجا توضیح دادم خدمتتون که چه اتفاقی میفته اگر دوست داشتید مطالعه بکنید. خب این چه برمیگرده؟ بله، این فشار منفی هست که همونطور که عرض کردم در انسان و بسیاری دیگر از مهرداران وجود داره و هوا به وسیله مکش حاصل از فشار منفی به ششها وارد میشه. قطعا قسمت انسانی فصل 3 رو خوندید، میدونید که موقع دم داخل ششهای ما میشه گفتش که یک فشار منفی به وجود میاد که باعث مکش هوا به داخل ششها میشه. پرندگان هم همونطور که میدونید برخلاف سایر مهرداران، برخلاف پستانداران، اینها دارای کیسه‌های هوادار هستند. کارایی تنفسشون نسبت به پستانداران بسیار افزایش پیدا کرده، طبیعی هم هست چون پرندگان دائما در حال جنب و جوش هستن، در حال پرواز هستن، طبیعیه چون متابولیسم بالایی دارن، اکسیژن فراوانی باید به ماهیچه های پروازی اونها برسه. من سعی کردم این کیسه های هوادار رو چون تو کتاب نام برده همچنان شکلشون رو بذارم بمونه که شما کیسه های هواداری رو که در واقع 4 جفت به اضافه یه دونه منفرد، یعنی 4 جفت میشه 8 تا، به اضافه یه دونه 9 تا کیسه هوادار هستن، موقعیتشون رو تو بدن جانور ملاحظه بفرمید. خب رسیدیم به مهمترین مبحث.
از زیست جانوری، تنوع گردش مواد در جانداران. ملاحظه می‌فرمایید بچه های عزیزم، باز دوباره ابتدا کتاب درسی به تکیاخته‌ای‌ها اشاره کرده، تکیاخته‌ای‌هایی که طبیعی هممون هم می‌دونیم که سیستم گردش مواد نباید در پیکر اونها دیده بشه و گردش مواد صرفاً و اختصاصاً باید در پریاخته‌ای‌ها وجود داشته باشه، چون هر جاندار تکیاخته‌ای خودش مستقیماً میتونه از محیط پیرامون خودش مواد مورد نیازش رو بگیره و مواد دفعی رو هم به همون محیط برگردونه. یک سامانه داریم به نام سامانه گردش آب که تو فصل دو توضیح دادم بهتون، یاخته‌های یقه‌دار اگر یادتون باشه. این سامانه در اسفنج‌ها دیده میشه، آب از محیط بیرون و از طریق سوراخ‌هایی میاد وارد در واقع حفره میانی میشه. به شکل توجه بکنید بچه‌ها، این شکل عجیب غریبه و چیزهایی داره که متاسفانه گویا حوصله نداشته مؤلف کتاب درسی بهش بپردازه. شما یاخته سازنده منفذ و یاخته یقه‌دار رو به عنوان دو یاخته اصلی میبینید، ولی یاخته های پوششی هم در سطح خارجی، یعنی یاخته هایی که سطح پیکر جانور رو تشکیل دادن، اونها رو هم میبینیم. یه سری یاخته دیگه هم میبینیم بین سطح خارجی و سطح داخلی که اینها شامل یاخته های باز دوباره ماهیچه‌ای و غیره میشن که کتاب اصلا از بازگو کردنش میشه گفت اجتناب کرده. اینجا هم بچه ها یه سری مواد معدنی رو میبینیم، حالا بستگی داره به نوع اسفنج، نوع اسفنج ممکنه سیلیسی یا آهکی باشه، همین نکتیزا رو میگم، اینا رو میگم دارید تو شکل میبینید، یا اینا رو دارم میگم، اینها در واقع میشه گفتش که بعدن بعد از اینکه جانور میمیره اسکلت سیلیسی یا آهکی اونها رو تو دریاها به جا خواهد گذاشت. بچه ها اسفنج ها دهان ندارن، آب از طریق سوراخ های متعدد که تو شکل دارید میبینید و یاخته هایی که اون سوراخ ها یا منافذ رو به وجود آوردن، خب آب وارد پیکر جانور میشه، بعد از انجام تبادلات از ملاحظه میکنید یک حفره بزرگتر، سوراخ بزرگتر خارج میشه. پس سوراخ های ورودی کوچیکن و متعدد، سوراخ خروجی آب بزرگتره و میتونه یکی تا چند تا باشه، مثل این که تو شکل مشخص، مثل این بالا. خب دو نوع یاخته مهم در پیکر جانور که خود کتاب نامگذاری کرده، یکی یاخته سازنده منفذه که در اطراف منافذ ورودی قرار دارن و دوم یاخته های یقه دار هستش که یه دونه تاجک دارن. این تاجکه، دقیقا درسته، خود کتاب هم بهش اشاره کرده، یاخته تاجک داره، ولی اونی که ما دیدیم توی فصل دو برای هیدر یاخته مژکدار بود، اون با این فرق داره. خب بریم سراغ حفره گوارشی. بله جون، هر کلاس می نویسم. چشم، حفره گوارشی بچه ها خوب دقت بکنید، مثالی که کتابمون زده کیسه گوارشی هست که در هیدر وجود داره، جناب هیدر. خب البته تو سایر مرجانیان هم همینطور، مثلا عروس دریایی هم داره به صورت منشعبه، دیدید عروس دریایی رو توی فیلم ها و اینها دیدید، شاید از نزدیک در جنوب ایران دیده باشید. کرم های پهن آزادزی مثل پلاناریا هست، این جناب پلاناریا اگر یادت باشه تو همون فصل قبل گفتم خیلی ویژگی‌هاش از نظر همین دستگاه‌ها برای تبادلات گازی، گردش مواد و تغذیه خیلی شبیه به مرجانیان هستش. بله انشاباتش به تمامی نواحی بدن نفوذ می‌کنه، فاصله انتشار مواد تا یاخته هم بسیار کوتاه شده. بله این جانوران پس حفره گوارشی دارن. بریم جلوتر. بله این حفره در واقع گوارشی در جناب پلاناریا
من عکسش رو از یک رفرنس علمی براتون اینجا گذاشتم چون نام برده بود کتاب، و اینم که حفره گوارشی در جناب هیدر، شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون رو هم که دارید ملاحظه می‌کنید. بریم سراغ بله سامانه گردش مواد در جانوران پیچیده‌تر. میشه گفت از اینجا به بعد دیگه حالا تکامل یافته ها رو ما داریم بررسی میکنیم. البته عرض بکنم که کرمای لوله‌ای بود تو کتاب، حذف شده و در واقع اونها رو نداریم، اونایی که داره سلوم هستن، چون خیلی کتاب مختصر توضیح داده بود در موردشون، سعی کردن که اون رو حذفش بکنن. بله ما اینجا دو تا سامانه گردشی رو بررسی میکنیم. یکی از این سامانه ها صرفاً در بیمهرگان دیده میشه به نام سامانه گردشی باز، که مایهی به نام همولنف توسط قلب و رگها به درون سینوس های بدن، به درون حفرات بدن وارد میشه، تبادلات میشه گفت حالا غذایی و گازی و اینها میتونه در واقع بین اون مایه و سلول ها به طور مستقیم انجام بشود. بله همولنفی که این جانوران دارن دقیقا کارهای مربوط به خون و لنف و آب میان بافتی رو در سامانه گردشی بسته، خب همینا در سامانه گردشی بسته است. همولنفی که در سامانه گردشی بازه معادل ایناست در سامانه گردشی بسته. این جانوران مولدگ ندارن، همولنفشون مستقیماً به حفرات بدن یا فضای بین یاخته ها وارد میشه و در مجاورت اونها قرار میگیره. چیا سامانه گردشی باز دارن؟ بندپایان خب سرامت هستن تو این قضیه، کتاب مثال ملخ رو زده. بریم جلو. سامانه گردشی بسته، آها ما باز رو فقط تو بیمهرگان میدیم، اما بسته در بعضی از بیمهرگان دیده میشه، در مهرداران هم هست. کدوم بیمهرگان؟ کتاب مثال کرمای حلقوی رو زده، نظیر کرم خاکی، نه فقط کرم خاکی، نظیر کرم خاکی. بله این جانور سامانه گردشی بسته داره و طبیعتا دیگه همولنف و اینا توش دیده نمیشه، آب میان بافتی تشکیل میشه و تبادلات بین سلول ها و آب میان بافتیه. بچه ها این در واقع سامانه گردشی بسته است در کرم خاکی. جالبه این جانور دو تا قلب داره، یکی قلب لوله‌ای پشتیش هست که این قلب لوله‌ای قلب اصلیشه، و یکی هم کمانهای رگیشه که اصطلاحاً بهشون میگن قلب‌های کمکی. 10 تا کمان رگیه. این ده تا خون رو پمپ میکنن، به کجا؟ نگاه بکنید این دهتا، شما توی مقطع ملاحظه میکنید، طولی دارید میبینید، 5 تاشو میبینید، 5 تا هم نقطه مقابلشه. اینها خون رو پمپ میکنن به رگ شکمی و رگی که میره به سمت سر جانور، بعد از اینجا دوباره بر میگرده به سمت رگ، کمانهای رگی. اینجا هم همینطور شبکه های مورگی هر کدومشون خون رو دوباره بر میگردونن به کجا بچه ها؟ به رگ پشتی. و رگ پشتی عرض کردم به عنوان یک قلب اصلی خون رو پمپ میکنه به سمت کمانهای رگی. ملاحظه میفرمایید گفتم مورگ در همه قسمت های بدن بین رگ پشتی و شکمی دیده میشه، و البته شبکه مورگی زیر پوستی هم دارن، چون گفتم بهتون این جانوران تنفس پوستی هم دارن که در بخش‌های زیر پوست دیده میشه. بله یک شکلی در کتاب درسی هست مقایسه سامانه گردشی باز و بسته در بیمهرگانه. ملخ سامانه گردشی باز داره، کرم خاکی سامانه گردشی بسته داره. یه لحظه توجه بفهمید، نکتهاش همه چی ریز اونجا نوشته شده. بچه های عزیزم در ملخ قلبی دیده میشه
قلبی که منافذ دریچه دار توش داره. خب همولنف توسط قلب پمپ میشه به درون رگ، به درون رگهایی. این رگها همولنف رو میارن و بعد از خروج همولنف ملاحظه میکنید همولنف وارد فضای بین یاخته ها میشه. بعد که قلب میره تو حالت استراحت، منافذ دریچه دار باز میشن و همولنف رو مکش میکنن به داخل خودشون. پس یادت باشه موقع انقباض قلب این دریچه هایی که مربوط به منافذن بستن، منافذی که مربوط به دریچه ها هستن، منافذ دریچه دار دریچه هاش بسته است، ولی دریچه هایی که ابتدای رگ هاست بازه. دریچه ابتدای رگ. یه بار دیگه، هنگام انقباض قلب، خب دریچه های منافذ قلب بسته و دریچه های ابتدای رگ ها باز است. آقا بله، آقا ملخ اومده چهار تا منفذ کشته، چهار تا است نه به خدا بیشتر. آقا من یه جایی تو تستی غلط کرد ترکی گفت، اینو اومده به شکل نقاشی کشیده. خب هنگام انقباض قلب این دریچه های منافذ بسته است، ابتدای رگ بازه. طبیعیه بچه ها که برعکس موقع استراحت قلب دریچه های منافذ قلب باز میشه، دریچه های ابتدای رگ ها بسته میشه موقع استراحت. میبینی؟ خیلی باحاله ها. در کرم خاکی نگاه کن خیلی جالبه، قلبش که منقبض میشه خون میاد وارد چی میشه؟ وارد سخرگ میشه، از دریچه رد میشه. این دریچه ابتدای سخرگه، باز میشه. خون از طریق سخرگ میره به شبکه های مورگی. خب تبادلات که انجام شد به وسیله سیاه رگ برمیگرده به قلب، این میشه دریچه انتهای سیاه رگ. همه اینا رو بچه ها تو این دوتا نکته براتون آوردم، حواستون باشه این دوتا نکته رو خوب بخونید. تست ها رو من بهش پاسخ نمیدم چون ترکیبیه. خب مثلا این جانوری که هم اسپرم تولید کنه، این باید با تولید مثل فصل هفته 11 ترکیبیه. یادت باشه تست هایی که تو کنکور سراسری از جانوری میدن غالبا تست های ترکیبیه. میاد یه نکته، یه سوالی در مورد ملخ میپرسه، بعد چهار تا فصل، چهار تا دستگاهشو با هم میاره تو گزینه ها. راجب کرم خاکی میپرسه، راجب پلاناریا میپرسه، میاد چهار تا گزینه مختلف از چهار تا فصل میده. حواستون بهش باشه. بریم جلو، این تستا رو تو جواب میدی. آها، به غیر از بیمهرگانی مثل کرم خاکی، تمام مهرداران سامانه گردشی بسته دارن. گفتم بهت ما سامانه گردشی باز رو تو کیا میدیدیم؟ توی بیمهرگان. ولی بسته رو تو بعضی از بیمهرگان میدیدیم و همه مهرداران. گردش خون در مهرداران به صورت ساده یا مضاعف. ساده تو کیا دیده میشه؟ ماهی و نوزاد دوزیست. ساده یعنی چی؟ خون از قلب میاد بیرون، برای تبادلات گازی میره به آبشوش. تبادلات که انجام شد بر نمیگرده به قلب، مستقیم میره به اندام ها. آنچه به قلب باز میگردد همه خون تیر است. به همین دلیل میگن اون جانورانی که سامانه گردشی ساده دارن، خب اینها
گردش خونشون ساده است، اینها توی قلبشون فقط خون تیره جریان داره. در مقابل گردش مضاعف هم داریم. گردش مضاعف تو کیا دیده میشه؟ بقیه. بقیه کیان؟ دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان، پستانداران. یه بار دیگه این چهار تا رو بگو. دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان، پستانداران. گردش مضاعف چیه؟ یه بار خون میاد از قلب بیرون، خون تیره، میره به کجا؟ به ششها. تبادلات ششها یا پوست. حالا خب من و تو میدونیم که دوزیستان بالغ عمده تبادلات گازیشون پوسته دیگه. میره به شش یا پوست، تبادلات انجام میشه، بعد خون روشن برمیگرده به قلب. بعد قلب این بار چه کار میکنه؟ قلب خون روشن رو پمپاژ میکنه به همه بدن. پس یه گردش کوچیک دارن ششی، یه گردش بزرگ دارن عمومی. اینو دیگه میدونی دیگه، درسته؟ بله. سامانه گردشی مضاعف از دوزیستان به بعد شکل گرفته، یعنی از دوزیستان بالغ. دوزیستان بالغ، بالغ، دوزیستان بالغ. آقا چرا هی تاکید میکنی؟ چون نابالغا همونطور که شما میدانید دوزیستان بالغ، دوزیستان نابالغ قلبشون دو حفره است. نوزاد دوزیستان قلبشون دو حفره است، مثل ماهی ها میمونه. اینا قلبشون سه حفره است، دو تا دهلیز داره یه بطن. و همونطور که ملاحظه میکنید میگه که بطن خون رو یه بار به ششها میفرسته و پوست و سپس به بقیه بدن. خیلی باحاله. اگه تو اینو فهمیده باشی میفهمم دانشمندی. یه گروه از همکارام هستن که توشون جانورشناس هم بود، ولی من نه جانورشناسم نه گیاهشناسم. رفتم دو سه تا رفرنس علمی جانورشناسی رو خوندم تا فهمیدم منظور این جمله کتاب چیه، و اونجا به اطلاع همکارام توی جمعی نشسته بودیم رسوندم. خیلی باحاله، اصلا عجیب غریب باحاله. یه بار دیگه این جمله رو بخون. میگه توی دوزیستان بالغ که یه بطن دارن، دو تا دهلیز دارن یه بطن، دو تا دهلیز دارن یه بطن. میگه اون بطنه، بطنه خونو یه بار میده به ششها، یه بار میده به ششها و پوست، سپس به بقیه بدن. تکون. ببین، نگاه کن اینجا رو. ببین این قلب، این قلب دوزیست بالغ. نگاه کن، دو تا دهلیز داره. جان من نگاه کن، دو تا دهلیز داره، دو تا دهلیز همزمان منقبض میشن، خونو میدن به بطن. این دهلیز چپه، این دهلیز چپه، خب اینم دهلیز راسته. خب دهلیز راست خون تیره داره، دهلیز چپ خون چی داره بچه ها؟ خون روشن داره. حالا شما در نظر بگیرید هر دو تا دهلیز دارن خون رو به طور همزمان میدن به کجا بچه‌ها؟ میدن به داخل بطن. چطور امکان داره؟ یعنی به نظر میاد خون تیره و روشن با هم مخلوط میشن. چطور امکان داره که این خون یه بار میره به ششها، یه بار، بعد سپس میره به بقیه جاهای بدن؟ این جمله آقا درسته؟ بچه‌هایی که ریزبین هستن میان گیر میدن. آقا این جمله درسته؟ آقا ایراد نداره این؟ آقا مشکلی نداره؟ خب ببین اینجا رو نگاه کن بابا جون، بذار من اینو برای تو توضیح بدم. ببینید، عرض کنم که این جانور یه دهلیز چپ داره، یه دهلیز راست. خب این دوتا دهلیزشن کنار هم قرار گرفتن، خون رو میدن به داخل بطن. اگه عاقل باشی، اگه توجه بکنی، این شکل رو از یک فیزیولوژی جانوری بسیار معتبر برات آوردم. بچه ها، خون دهلیز چپ اول میره این حفرات رو پر میکنه. اول از همه میره این حفرات رو پر میکنه. نگاه کن، خون دهلیز چپ میره این حفرات رو پر میکنه.
به قول خودمون میره زیر قرار میگیره. پس این پایین چیه؟ بگو ها، بنویسم. خونه دهلیز چپه، یعنی خونه روشنه. بعد چی میشه؟ بعد خونه دهلیز راست، خب بعد خونه دهلیز راست میاد اینجاها رو پر میکنه، میاد رو قرار میگیره. حالا بطن منقبض میشه، خیلی باحاله. بطن منقبض میشه، ابتدا خون میاد کجا بچه ها؟ ابتدا میاد تو این مسیر، میره بالا و میره به کجا؟ به پوست و شش، ببخش، به پوست و شش. خب ششی پوستی بهش میگن. بعد که این رفت بیرون، سبز رفت بیرون، حالا نوبت اون خون روشنیه که پایینه. حالا این یکمون بود. حالا میاد میره بالا از این ور، میره تو مسیر دو. کدوم خون؟ اونی که پایینه. پس ببین، گوش بده به من. شما یه ظرفی رو تجسم کن، یه لیوانی رو در نظر بگیر، زیرش خون روشنه، روش خون تیره است. حالا این لیوان رو داری چه کار میکنی؟ منقبضش کن. این لیوان یعنی بطن. خب اول اونی که رو وایستاده میره بیرون، رو چیه؟ خون تیره است، میره وارد این قسمت میشه، سخرگ ششی پوستی. بعدش اونی که زیر وایستاده، زیر چیه؟ خون روشنه، خون دهلیز چپ هستش. اون میاد میره تو مسیر چی؟ عمومی. پس اینی که کتاب اومده از اصطلاح سپس استفاده کرده به خاطر همینه. این میشه خون تیره دهلیز راست. جالبه بهتون بگم، در یکی از منابع علمی، رفرنس های علمی نوشته بود عملا خون تیره و روشن مخلوط نمیشن. میگفت دهلیز چپ و راست با اختلاف منقبض میشن. اول دهلیز راست منقبض میشه، بعد دهلیز چپ منقبض میشه، بعد دهلیز راست. خون روشن میره پایین وای میسه، خون تیره میاد رو، و عملا این دوتا با هم مخلوط نمیشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ بطنی که داره منقبض میشه، اول اونی که رو وایساده میره به سمت شش و پوست، بعد اونی که زیر هستش میره به سمت کجا؟ میره به سمت مسیر عمومی. به همین دلیل ما به این جانوران میگیم گردش خونشون گردش خون عمومی هستش. پس ببین، وقتی که بطن منقبض میشه، ابتدا خون تیره به سخرگ ششی پوستی میره، سپس خون روشن به سخرگ گردش عمومی وارد میشه. بچه ها، شکلی هم که تو کتاب درسی هست در مورد مسیر گردش خون در ماهی، اینم یه توضیح بدم روش. بچه ها، در این جانور قلب دو حفره‌ایه، دهلیز بالایه و بطن در پایین قرار گرفته، تو شکل معلومه. چسبیده به دهلیز یه حفره‌ای هست به نام سینوس سیاه رگی که خون تیره سیاه رگ شکمی واردش میشه. یه ذره بین خیلی قوی باید بذاریم که دریچه بین اینها رو بتونیم ببینیم. بینشون دریچه است؟ بله، ولی خیلی سخت تشخیص داده میشه. بین این حفرات دریچه وجود داره. خون تیره از دهلیز به بطن و از بطن به حفره بزرگتر به نام مخروط سخرگی وارد میشه. اگر اینجا باز دقت بکنی مشخصه، دیواره دهلیز نسبت به دیواره بطن نازکتره. همین ویژگی رو شما در سایر مهرداران هم میبینی، حتی خودمون، ما هم دیوار بطنمون به مراتب از دهلیزمون ضخیم‌تره. حفره مخروط سخرگی، عرض کردم، بزرگتر از حفره سینوس سیاه رگی. خون تیره توسط مخروط سخرگی وارد سخرگ شکمی میشه و برای تبادلات میره به کجا بچه ها؟ میره به آبشوش ها. یادتونه دیگه، ابتدا وارد کمان، بعدش رشته، بعدش هم تیغه، و در نهایت خون روشن توسط، همونطور که میدونیم، سخرگ پشتی میره به همه اندام ها. مورک های عمومی ملاحظه میکنید شبکه مورکی رو در اطراف اندام ها تشکیل میدن، تا
تبادلات انجام میشه، دوباره خون تیره توسط سیاه رگ شکمی باز میگرده به سمت قلب دو حفره. بله، خیلی از جانورشناسان، خیلی از دیرینه‌شناسان عقیده دارن که سینوس سیاه رگی در واقع بعدن توی جانوران پیشرفته تر تکامل پیدا میکنه و دهلیز دوم رو میسازه و مخروط سخرگی هم یا پیاز آورتی هم بهش میگن، اونم تشکیل بطن دوم رو میده. و خلاصه جانوران عالی تر که من و شما میدانیم منظور همان خزندگان و پرندگان و پستانداران هستن، دو تا دهلیز و دو بطن خواهند داشت. خب با اجازتون، بله، توضیحات هم که اینجا آمده است و مقایسه گردش خون ساده و عمومی. توی ساده بچه خون بعد از خروج از قلب با عبور از دو گروه شبکه مورگی آبشوشی عمومی اندام ها به قلب باز میگرده، در حالی که در گردش خون مضاعف خون پس از خروج از قلب با عبور از یک گروه شبکه مورگی در شوشی مورگ شوشی و در عمومی مورگ اندام ها به قلب باز میگردند. اینم توضیح بود در مورد قلب دوزیستان. این شکل هم بچه ها در کتاب درسیمون یه مقایسه کلی هست، اگر دقت بفرمایید، از ماهی که ساده ترین قلب دو حفره‌ای داره، بعد در دوزیست ملاحظه میفرمایید که قلبش سه حفره‌ای هست، البته دوزیست بالغ کتاب هم بهش تاکید کرده، ملاحظه میکنید یه دونه سخرگ از بطن خارج میشه، دو شاخه میشه، یه شاخه شوشی پوستیه، یه شاخه هم که عمومی هست، و سومی هم که گردش خون مضاعف، حالا پستاندار یا پرنده فرق نمیکنه، خیلی پستاندار و پرنده شبیه هم هستن، البته با این تفاوت که توی پستانداران مشخصه مثل ما آورت به سمت چپ خم شده، در من و شما قوس آورت به سمت چپه، به سمت دست چپمونه، تو پرندگان آورت به سمت راست خم میشه. بله، بریم جلو. خب بله، اینجا هم که همون پرندگان و پستانداران هستش، ملاحظه میکنید کتاب اشاره کرده که ما تو برخی از خزندگان هم این جدایی کامل رو میتونیم ببینیم. خب اینم در نوع خودش جالبه، ما مثلا در بعضی از خزندگان مثلا تو سوسمار و مار و اینها میبینیم که نه، مثلا یه دیواره ناقصی بین دوتا بطن هست. خلاصه این که خون تیره و روشن یه جورایی با هم وارد یه بطن میشن، یعنی عملا دوتا بطن نیست، یه بطنه با یه دیواره ناقص اون وسط، تکامل دیگه. ولی در خزندگانی مثل کروکودیل ها، حالا کتاب اشاره کرده کروکودیل، ما هم احترام میذاریم میگیم بله کروکودیل ها، ما جدایی کامل بطن ها رو داریم، یعنی عملا میتونیم بگیم دو تا بطن کاملا مجزا داریم. و بر همین اساس هم هست که فشار خون در این جانوران به مراتب بالاتر نسبت به مهرداران ابتدایی تر. بریم جلو. خب عرض کنم که بله، آخرین مبحث جانوری که ما در زیست دهم داریم بچه های عزیز، مربوط میشه به تنوع دفع و تنظیم اسموزی، تنظیم فشار اسموزی، تنظیم میزان آبی که ورود و خروج پیدا میکنه از پیکر جاندارا. خیلی جالبه کتاب درسیمون باز دوباره تو این مبحث اومده از یک تکیاخته‌ای شروع کرده. چی؟ بله، ملاحظه میکنید پارامسی. من برای درک بهتر شما، خب اومدم این واکول انقباضی رو شکلشم آوردم، حالا واکول یا کوریچه انقباضی. یه نکته بسیار مهمی که هست دوستان عزیزم، من توی تست های خودم هم آوردم، نگاه بکنید، میگه که پارامسی آبی که در نتیجه اسموز وارد میشه به همراه مواد دفعی، بچه های گلم یه بار دیگه، به همراه مواد دفعی، به همراه مواد دفعی، بچه ها این
مواد یه ننوشتم اولش، مواد دفعی حاصل از گوارش نیستا. مواد دفعی حاصل از گوارش توسط اون منفذ دفعی میرفت بیرون. آقا جانم، آقا پس این چه مواد دفعیه؟ یونها، یونهایی که میخواد دفع کنه. حواست باشه ها، اون مواد دفعی حاصل از گوارش با اگزوسیتوز توسط واکول دفعی از طریق منفذ دفعی میریخ بیرون. این مواد دفعی یونها هستن، یونهای اضافی، یونهایی که ممکنه وارد سلول شده باشه و سلول بهشون نیاز نداشته باشه، همراه با آب از طریق واکولای انقباضی دفع میشن. پس یادت باشه پارامسی دو نوع منفذ دفعی داره، یک منفذ دفعی که واکول دفعی مواد رو میریزه بیرون، مواد حاصل از گوارش رو، و دو منفذ دفعی که واکول انقباضی خب میاد چیکار میکنه؟ میاد آب و یونهای اضافی رو ده، آب و یونهای اضافی اصطلاحاً بچه ها بهش، بله اینم بهش همون منفذ دفعی یا سوراخ دفعی میگن، فرقی نمیکنه. پس دو نوع منفذ دفعی هم ما در این جانداران میبینه. خب ما تا پارسال پروتونفریدی داشتیم، متانفریدی داشتیم. آره شاید الان براتون جای تعجبم داشته باشه بعضی از اون بچه‌ای که امسال 12 اومد بگن این اسما چیه. بله ما تنوع دفع رو توی عرض بکنم که جانوران خب به مراتب بیشتر از این توضیحات داشتیم، ولی خب حذف شدن در کنکور 1401 هم مورد سوال قرار نمیگیرن. بچه ها بیشتر بیمهرگان ساختار دفعی مشخص دارن، نمونش نفریدی هست که هم برای دفع در واقع میشه گفت تنظیم اسموزی هست، هم برای دفع، هم برای جفتش. خب یعنی هم مواد دفعی نیتروژندار رو میتونه دفع بکنه، هم میتونه آب اضافی رو دفع بکنه، هم میتونه جفتش رو دفع بکنه. خب مورد بعدی آبشوشه. هیچی نیست دیگه تو کتاب، کتاب در این قسمت خیلی خلاصه شده، میگه بله در سختپوستان، سختپوستان مثل خرچنگ و اینا، مواد دفعی نیتروژندار با انتشار ساده از آبشوش ها دفع میشن، با انتشار ساده یعنی نیازی به انرژی نداره. لوله های مالپیگی رو داریم، لوله های مالپیگی لوله هایی هستن بچه ها که متصل به رودن. جانورشناسان عقیده دارن که لوله های مالپیگی چین خوردگی های خود روده بودن و به عنوان ساختار دفعی در آمدن. بله این لوله های مالپیگی هست که در شکل کتاب درسی هم مشخصه. اگر دقت بفرمایید بچه ها این لوله های دفعی، بذارید اینجوری مشخص بکنم، این لوله های دفعی از طریق منافذی میتونن چه کار بکنن؟ مواد دفعی رو بریزن به روده. نگاه بکنید در شکل مشخص، یعنی یک منفذ به روده راه نداره، از طریق چند تا منفذ به روده اونها رو میریزن، نمک و آب و مواد زائد نیتروژندار رو، که معمولا این گونه است که آب و یونها بازجذب میشن، اوریک اسید میمونه و با عبور از روده و راست روده به صورت خشک همراه با مواد دفعی حاصل از گوارش از طریق مخرج به بیرون میریزه. پس یادتون باشه در حشراتی مثل ملخ ادرار و مدفوع با همدیگه دفع میشن. بله این توضیحیه که کلن کتاب درسی توی دو خط خوردهی داده و ملاحظه میکنید میگه تو حشرات دیده میشه، ماده دفعیشون هم اوریک اسیده، همراه با آب به لوله های مالپیگی وارد میشه و اسمی از یونها هم نیورده. قبلا گفته بود با چه سیستمی وارد میشن، حالا انتقال فعال و اسموز برای آب و اینا ذکر شده بود و بعد توی کتاب اشاره کرده که محتوای لوله مالپیگی میریزه به روده و تو روده آب و یونهاش بازجذب میشن و اوریک اسید همراه با مواد دفعی حاصل از گوارش از طریق مخرج دفع میشن. اما در مهرداران کتاب درسی اشاره کرده که خب همه مهرداران دارای چی هستن بچه ها؟ کلیه هستن که ساختار متفاوته، یعنی طبیعیه. خب کلیه ماهی ها با دوزیستان اینا خب به هر صورت همجور میم جلوه،
متفاوت میشه و اما عملکرد مشابه. عملکردی که ما در کلیه جانوران مهردار میبینیم مشابه، اسموز، تنظیم اسموزی و همچنین دفع مواد زائد نیتروژن دار. کتاب درسی از ماهیان قزروفی شروع کرده، یادتونه رده ماهیای قزروفی اولین رده از مهرداران بودن، مثال سفره ماهی و کوسه ماهی، ساکن آب شورن. البته ما کوسه آب شیرین هم داریم، نمونش یادش بخیر رود کارون، اون موقع که وسعتی داشت، عرضی داشت و پر آب بود، رود کارون توش کوسه هم وجود داشت. خب رود آب شیرین به حساب میاد، دریا نیست. علاوه بر کلیه ها داره قدرت راست رودهی هم هستن. جالبه، خب در متن کتاب اصطلاح قدرت رو به کار برده، جفت قدرت یعنی چی؟ یعنی جمع قده، در حالی که هر کوسه ماهی یا سفره ماهی یه دونه قده راست رودهی بیشتر نداره که محلول نمک غلیظ رو جمع‌آوری میکنه از مایعات بدن، میریزه به روده. به عبارتی به قول یکی از بچه ها چند وقت پیش میگفت آقا اینا مدفوعشون خیلی نمکیه. گفتم دقیقا همینطوره، چون مواد دفعی که از طریق روده جذب دفع میکنه مقدار زیادی نمک داره. این شکل رو من باز دوباره از یکی از رفرنس ها براتون اینجا آوردم، قده راست رودهشون رو شما دارید ملاحظه میفرمه. مواد چیز ببخشید نمک های غلیظ شده رو که از خون گرفتن میریزنش به کجا؟ از مایعات بدن و خون گرفتن، میریزن به انتهای روده که از طریق مخرج دفع بشه. بریم سراغ ماهی های استخوانی. خستم شدید ولی میدونم انرژی کافی دارید، این قسمت رو هم خوب توجه کنید. بچه ها در ماهی های آب شیرین، ببینید آب شیرین به چه آبی میگن؟ آبی که غلظت مواد محلول توش کم باشه. آب شور مثل آب دریا، اقیانوس، غلظت مواد محلول توش زیاد باشه. خب تو آب شیرین، خب فشار اسموزی مایعات بدن جانور از آب در واقع چیه؟ بیشتر هست. اینها فشار اسموزی مایعات بدن از آب بیشتره، چون آب رقیق تره دیگه، پس در نتیجه آب تمایل داره بیاد وارد بشه. برای اینکه این اتفاق نیفته و جانور آب زیاد جذب نکنه و باد بکنه و بترکه، چه سازوکارهایی به وجود اومده، چه سازگاریهایی پیدا شده؟ اولا اینکه این ماهی ها آب زیادی نمی نوشن. اگه دیدی ماهی قرمزای عید توی تنگ دهنشون رو باز و بسته میکنن، اون آب از کجا؟ اون آب از زیر اون سرپوشای آبشوشی میزنه بیرون، وارد لوله گوارششون نمیشه. در ضمن حجم زیادی از آب رو هم به صورت ادرار رقیق دفع میکنن، یعنی هم آب زیاد نمینوشن هم حجم زیادی از آب رو به صورت رقیق ادرار رقیق دفع میکنن. تازه حالا موارد دیگه هم هست، مثلا اینکه ماده مخاطی سطح بدنشون رو گرفته و مانع ورود آب. دیدید بعضی از این ماهی های آب شیرین رو میگیری بدنشون یکم لزج هستش، یکم هم البته از یکم بیشتر. اما ماهی هایی که تو آب شورن دقیقا برعکسه، فشار اسموزی مایعات بدنشون از آب کمتره، به همین دلیل امکان این هست که آب دفع کنن. خب اگه آب دفع کنن جمع میشن، پلاسمولیز پیدا میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته، این ماهی ها بعضی از جون ها رو از طریق یاخته های آبشوششون و برخی دیگر رو توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع میکنن، به صورت ادرار غلیظ دفع میکنن، یه چیزی شبیه کوسه ماهی و سفره ماهی. در پایان کتاب درسیمون اومده مثانه سیستان رو، خب حالا ویژگیش رو توضیح داده که آب و یون رو ذخیره میکنه، خب جون میده برای کم آبی. وقتی محیط خشک بشه دفع ادرار تو این جانور کم میشه و مثانش برای ذخیره بیشتر آب چیکار میکنه؟ باز میشه، بزرگ میشه.
بعد از اینکه آب رو جمع کرد، حالا باز جذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا میکنه. خب این ویژگیه که مثانه دوزیستان دارن برای مقابله با چی بچه ها؟ با خیلی وقته بچه ها میگن الان صدا هست بچه ها؟ الان صدا هست؟ صدا اوکیه؟ الان صدا صدای من رو دارید بچه ها؟ بله خب صدا پس هستش عزیزم. بله درسته. خب آقا الان صدا رو بچه ها دارن. مرسی، مرسی از شما دوستان عزیز، ممنون. چطو ببندید. مرسی. خب عرض کنم که اگه بله چطو میبندی؟ قربون دستتون. بله داشتم اینو عرض میکردم بچه ها که کلیه‌ای که در دوزیستان و در خزندگان و پرندگان دیده میشه توانمندی زیادی در بازجذب آب داره. این ویژگی رو ما توی دوزیستان در کجا دیدیم بچه ها؟ تو مثانه‌شون. مثانه دوزیستان اگر خاطرتون باشه گفتم موقع کم آبی بزرگ میشه و میتونه در واقع دفع ادرار رو کم بکنه. آبی که توش جمع شده بازجذب میشه به کجا؟ به خون. خب حالا توی خزندگان و پرندگان ما این ویژگی رو در کجا میبینیم؟ در کلیه ها میبینیم. همچنین در پرندگان و خزندگانی که تو دریا و بیابون زندگی میکنن ما میتونیم بچه ها ببینیم که غدد نمکی نزدیک چشم یا زبانشون قرار گرفته که میتونن اینا نمک غلیظ رو از طریق چی؟ از طریق این غدد نمکی دفع بکنن. نمونش بله این جانور مرغ دریایی آلباتروس اصطلاحا بهش میگن. غدد نمکی که در ناحیه سر جانور هست از طریق مجاری که داره نمک‌های غلیظی رو که تو مایعات بدنش هست جمع میکنه و از طریق همون سوراخ‌های بینی میاد. ملاحظه میکنید از نوک منقارش خارج میشه. گاهی از اوقات اینطور به نظر میرسه که اصلا این جانور انگار سرما خورده، انگار مثل ماها که آبریزش بینی داریم دقیقا همین حالت. دائما قطره به قطره همینطوری نمک غلیظ داره از بینی این جانور خارج میشه. خب این هم قسمت آخر فصل پنجم بود. جانوری یازدهم که مباحثش کمتر هم هست، دستگاه عصبی و بعد حواس و حرکت و در نهایت هم حالا هورمون ها و همچنین میشه گفتش که ایمنی بسیار کمه، به اندازه یه نکته کوچولوه، ولی آنچه که بسیار مهم هست مربوط به تولید مثل میشه. ما با توجه به اینکه تایممون 2 ساعته هست، من هفته بعد انشالله سعی میکنم 1.5 ساعت فرصت بذارم تست های امروز رو، حتی تست های این قسمت ادامه رو، دستگاه عصبی جانوران تا انتهای جزوه‌مون بچه‌ها، که عرض کنم که
انتهای این مبحث بله میشه اینجا. ملاحظه میفرمایید که این قسمت هستش، میرسه به تست شماره 31 بله، که تولید مثل در جانوران هستش. این قسمت رو انشالله میذارم که هفته بعد پاسخ بدیم. البته کلید سوالات اینجا هست، ولی نکاتی داره که من باید حتما براتون توضیح بدم. شما هم خواهش میکنم که تست های این مبحث رو بزنید. اگر هفته بعد آمدیم و گفتیم اشکال، فقط اشکال از توی این تست ها از من بپرسید و قطعا 100% در زمان باقی مانده تا کنکور اجتناب بکنید از چیزهایی که حاشیه‌ای هست، نکاتی که عمرن طراح کنکور حالا بهش توجه بکنه و از دید ایشون اهمیت داشته باشه. آنچه که برای ما اهمیت داشت دیدید، کتاب درسی بود، نکاتی که باید ازش اقتباس میکردیم و انشالله سعی میکنیم هفته بعد روی نکات ترکیبی توی تست هامون در واقع تاکید بیشتری هم داشته باشم. هفته بعد میخوام گیاهی رو شروع بکنم، البته بعد از اینکه تستای این قسمت رو رفع اشکال کردیم با هم دیگه. گیاهی هم از 6 و 7 دهم شروع میکنم، سعی میکنم که یک جزوه جمع و جور خوب برای گیاهی بهتون بدم. حتما بخونید، آماده باشید. من انشالله هفته بعد در خدمتتون هستم همین ساعت. موفق و معید باشید. قبلش خارج نشید از کلاس، خارج نشید از کلاس، خارج نشید از کلاس. عرض کنم که به من گفتن که یک کدی هست، کدی هست. من اجازه دارم اینجا بنویسم برای بچه‌ها. یه صفحه سفید اگر اینجا بودش ها قبلا. آها ایجاد کردین، اوکی میزنی، مرسی. بله یه کدی هست بچه‌ها به من گفتن که من براتون بنویسم. زیست عرض کنم که این زیست یه اس اچ هم داره، همون شایسته میشه احتمالا. آره 50 35 هستش. بله این 35 به این مفهومه که کد تخفیف، عرض کنم که کد تخفیف 35% هست. 35% برای بچه هایی که حالا نکته و تست و همایش رو میان. در مورد نکته و تست عرض بکنم بچه ها، اینم بگم بعد دیگه کلاس خارج بشید ازش. نکته و تست ما انشاءالله 12 جلسه در خدمتتون هستیم. 12 جلسه از بعد از عید شروع میکنیم. از در واقع برنامهش رو هم انشاءالله رو پنل میذارن. کلاس ما نکته و تست نیست، تست و نکته است. یعنی من سعی میکنم در حدود 400 تا تست، نه 4000 تا، نه 4 میلیون، نه 400 تا تست، تمام نکته های زیست 10 و 11 رو، آنچه که برای کنکور مهمه، براتون دوره بکنم. و از همه مهمتر این که این تخفیف شامل همایشمونم میشه. انشالله 2 روز در واقع 1 هفته 2 هفته مونده به کنکور، با چند تا آزمون شبیه سازی شده کنکور در خدمتتون هستم که انشالله جنبندی نهایی رو انجام بدیم. سعی میکنیم که بعد از عید تا کنکوری که در تیر ماه هست شما رو رها نکنیم. موفق و معید باشید. انشالله هفته بعد در خدمتتون هستم برای ادامه مباحث زیست گیاهی و همچنین در واقع رفع اشکال تست های زیست جانوری. خدا نگهدارتون. انشالله هفته بعد اگر پرسشی چیزی هم بود مطرح بکنید، درسی که پاسخ بدم. خدا نگهدار.